Neues Game, Leihwehr, Facebook verheiratet, wo Schankungen. هست دوستان عزیز با سلام به شما امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید اوقات بهتری در انتظارتون باشه امروز دوشنبه 24 سپتامبر برابر است با 2 مهر 1397 حتما برنامه قبلی رو که با خانم بتول سلطانی از آلمان بودیم و توسط کانون آوا تهیه شده بود ببینید تا یکی دو ساعت دیگه هم ویدیو رو برای اونها ارسال میکنیم اونها هم در یوتیوب قرار میدن بایگانی بسیار مرتبی دارن حتما از بایگانی اونها هم استفاده کنید اگه این برنامه رو از طریق یوتیوب مردم tv.com فیسبوک لایف تماشا میکنید میتونید از طریق تلفن هم گوش بدید اگه یه جایی هستید که تلفن براتون بهتره ارزونتره یا راحتتره شماره تلفن گوش دادن به برنامه Call to listen هست 605-475-58-83 اجازه بدید من اینجا بنویسم و این هم باشه ما که هر وقت تلفن می نویسیم اینجا فکر میکنیم دوستان تماس میگیرن کمک میکنن حمایت میکنن خبری نمیشه اقلا از این تلفن به این صورت استفاده کنیم 475 و میشه 58-83 اینجا هم می نویسم USA که بدونید در آمریکا هست و باید اگر از جاهای دیگه تماس میگیرید به اصطلاح پیش شماره یا کد آمریکا رو بگیرید بعد اینو بگیرید این هست همش بگیرید این هم مثل حقه میگن گرفتنیست البته اشتباهه میگن حق داشتنیست و اون احمقایی که حق رو از شما میگیرن دیکتاتورن قرار نیست که شما حق خودت رو بگیری حق خودت داشتنیه باهاش دنیا میه این از این و اما امروز ساعت 2:30 با آقای جلیل مرتضوی هستیم از بوستون ساعت 5 با آقای پرویز مینوی هستیم از تگزاس و متاسفانه روز شنبه حمله تروریستی 4 نفر به رژه سالگرد من اینجا نوشتم پایان جنگ در اهواز ولی گویا این آغاز جنگ بوده و به نظر من کار اشتباهیه که آغاز جنگ رو حالا یا جشن میگیرن یا رژه میرن و اینها در هر صورت از این اشتباه تر اون کاری بوده که اون احمقا انجام دادن تروریستا و آمدن حمله کردن یه عده‌ای رو که آمدن حالا یه روزم توی ایران رژه‌ای باشه و شادی باشه اینها رو به گلوله بستن و تا آخرین خبری که دیشب داشتن 29 نفر کشته شدن تعداد زیادی زخمی شدن متاسفانه یا خوشبختانه ما مثل کشورهای دیگه نیستیم که وقتی اتفاق میفته با طرف اگه صحبت میکنی بگه من نمیدونم منتظر هستیم تا کارشناسان تحقیق کنن بعد از پایان تحقیق اونها من در این مورد صحبت میکنم یه سری افرادی که همه هم سالمند هستن خیلی خوشحالم که توی اتاقای خودشون هستن اگه بیرون بودن باید پوشک و پمپرز و دایپرز و اینا میبستن نشستن و برای من و شما تفسیر میکنن اگه از یکشون سوال کنی آقا شما که اروپا نشستی شما که آمریکا نشستی این خبرها رو خب از روی اینترنت گرفتی دیگه نظر خودت رو داخلش به اصطلاح به ما القا نکن یا چی میگن بیا بگو من این خبر رو از گویا گرفتم این خبر رو از بی بی سی گرفتم این خبر رو از این گرفتم و الی آخر ولی دو نفر مصاحبه کردن یک آقای کیانزاده یک این دکتر آبای دیوانه و این رو من دیدم برای من فرستاده بودن منم برای دوستان فرستادم براتون میخونم ولی امروز صبح من یه اشتباهی کردم که این وقتی آدم اشتباه میکنه باید بگه تا اون طرف مقابل بدونه آقای دادرس در یه برنامه ازش دعوت کرده بودن دیروز بوده به احتمال زیاد تا درباره این موضوع صحبت کنه و ایشون صحبتی که میکرد خیلی جالب بود میگفت که اون احمقی که این کار رو انجام داده اولا چرا میای به مردم که آمدن اینجا حمله میکنی میخوای با سپاه پاسداران سپاه جاش معلومه روزایی که میان بیرون معلومه تو خیابون لباسشون معلومه برو با اونا حمله کن میخوای به ارتش حمله کنی برو به ارتش حمله کن چرا با مردم میای
بعد من برای ایشون نوشتم که متاسفانه این دوستان ما اون قسمتی که اون لینک ویدیوی این دکتر دیوانه دکتر آبا رو اون آقای کیانزد اینا بود همراهش نبود و من دیدم که آقای دادرس فقط اون قسمت پایین رو که من برای اونا نوشته بودم خونده بود و ایشون برای من نوشته بود خب اگر اینجوری باشه باید همه رادیو تلویزیونا رو بست. گفتم که یکی از اونایی که خوشحال میشه رادیو تلویزیونا بسته بشه منم، چون روزی که اومدم توی رادیو تلویزیونای ایرانی با بنز اومدم، امروز دارم جیپ رانندگی میکنم. در هر صورت ما جزو اونهایی نبودیم بچه آخوندی باشیم یا نمیدونم جزو وایس آف امریکایی باشیم، بازنشست شده باشیم، هم از توبره بخوریم هم از آخور بخوریم از بچه آخونده حقوق بگیریم. ما از روز اولی که آمدیم مستقل آمدیم. و حالا آقای دادرس چی گفت؟ آقای دادرس گفت اون احمقی که این کار رو در این زمان انجام داده، اونم در خوزستان، در اهواز، در جایی که مردمش هنوز بعد از 8 سال جنگ خرابی ها هست و کمبود ها هست و نمیدونم شن طوفان و خوشسالی و فلان هست، آدم احمقی بوده و کمک کرده به روحانی که امروز در نیویورک و از امروز این نشست نیویورک، نشست سالیانه کشورها 140-150 تاشون مسکی میان، همشون نمیان، نزدیک 200 تا کشوره برقرار هست. و گفت این حالا اونجا میتونه بگی ببینید ما چقدر مظلومیم، هر کسی میاد به ما حمله میکنه، شما هم به ما میگین اسلحه نداشته باشین چنین و چنان. در برنامه قبلی خانم سلطانی لطف کرد یه مقداری در این مورد صحبت کرد، تسلیت گفت به اصطلاح مردم ایران و گفت که این یکی از روش‌های سازمان مجاهدین بوده که نیروهایی رو میفرستاده داخل ایران که این کارا رو انجام بدن و برای اونها هم مهم نبوده. و حتی وقتی میپرسیدیم که بابا این آدم یک مردم هستن، ملت هستن، میگفته که اینها اگر میان برای اون برنامه‌ها جز ملت حساب نمیشن و بزنید بکشید و اینها. در هر صورت آقای دادرس خیلی ممنون که شما از اون چیزایی که میدونید میگید و مثل دیگران فالگیر نشدید، هنوز یک کاسه آب بذارید جلوتون و یا یک جام چی میگن بعضی از اینا توپ شیشه‌ای دارن میچرخوننش و بین اون کلک میزنن. اینا هم به همون کار فالگیری ادامه بدن خیلی بهتره. ولی اون چیزی رو که شما گفتید درست بود و خوب بود. و اما این نوشته این پیرمردایی که دیگه واقعا ببینید من براتون بیارم اینها یک لحظه، تاریخچه از گروه تروریستی این اوضاع منطقه، این رو من در جواب آقای آریانپور نوشته بودم. آها دکتر آبار اول اینو فرستاده، شما تو رو خدا نگاه کنید، من 2 بار با این آقای حسین یا حسن کیانزاد مصاحبه کردم. اولا این آقا من فکر کنم دیگه نه بچه هاش نه نوه هاش میان سراغش و اینا همه تنها هستن. حالا شانس آوردن در کشوری هستن که دولت ها یه پولی به اینا میده، احتمالا پرستاری هم بیاد اینا صبح تا از دیر پای خودشون خراب کردن تمیزشون کنه، یه شامی نهاری هم براشون بیاره. شما قیافه این 2 نفر رو نگاه کنید، اینا همون روز بلا فاصله یا فردا صبحش نشستن صحبت میکنن و من نمیگم، خودتون برید اینو پیدا کنید، گفتگوی دکتر حسین کیانزاد یا کیانراد، کیانزاد فکر کنم بود، و دکتر بهرام آبار، همه هم دکترن، یعنی من و شما باید مریض باشیم که بریم سراغ این دکترها. حالا شما اینا رو داشته باشید. من برای اینا چی نوشتم بذارید پیدا کنم این رو که جالبه، بعد میریم سراغ آقای مهران احتشامزاده در آلمان. نوشتم که یک نگاهی به خودتون بندازید، یه مشت آدم سالمند که در تمام زندگیتون اشتباه کردید، حتی همون موقعی که دنبال شاه بودید دلارای 7 تومانی رو خوردید، مطمئن شدید که بچه هاتون در انگلستان و فرانسه و آمریکا و آلمان دنیا میان، همون موقع هم اشتباه کردید شما، چون اگر اشتباه نکرده بودید معتقد بودید به اون کارتون وای میسادید، حالا یا تلف میشدید میشدید قهرمان یا واقعا پیروز میشدید. پس یه سری آدم های ترسو،
یه آدمای مفعول حالا هم سالمند و مریض، صبح باید 4 تا قرص بخورن تا بتونن راه برن، ظهر باید 4 تا قرص بخورن تا مزاجشون عمل کنه، شب باید 10 تا قرص بخورن تا بخوابن. حالا اینا میان به من و شما دستور میدن چه کار بکنیم. نوشتم شما 40 سال هر سال حداقل 2 بار گفتید این آخونده ها از بین میرن. آخه خجالت هم خوب چیزیه، برید یه مدتی هم خفه بشید تا چند نفر دیگه احتمالاً جوانتر از شما بیان اونا صحبت کنن. اینو داشته باشید، بذارید من این نوشته آقای آریانپور رو پیدا کنم. البته ایشون باز در یک با برنامه دیگه هم قرار بود اینو بخونم که راجع به زیردریایی و جنگ. میدونید یه عده ایرانی نشستن اینجا میگن که یه خانم صهیونیست کلیمی از تلویزیون های لس آنجلس میگه ما اون موقع که شارف 30 میلیون بودیم، حالا شدیم 80 میلیون. البته اون موقع که این غلط رو میکرد، این شکر رو میخورد، جمعیت ایران 60 میلیون بود، 70 میلیون بود، حالا شدیم 70 میلیون. اینا برن حمله کنن 7 میلیون هم کشته بشه باز 60 میلیون میمونه. شما ببینید اینا نشستن آمریکا، اینا میرن توی به اصطلاح کنگره دست به دامن یه مش آدم فاسدتر از خودشون میشن که تو رو خدا بیا با ما حمله کن. کسایی که نمیدونن بیچاره شاه شما شاهنشاه عاری از مهر رو همین اینا برداشتن در به در کردن. خب یکیشون برای آقای آریانپور نوشته که نیروی دریایی ایران با اون زیردریایی دیزلی میخواد حریف نیروی دریایی آمریکا بشه که نیروی به اصطلاح با اتم نیروی. آقا برو نگاه کن یه ویدیویی رو خود همینجا 60 مینیت درست کرد نشون داد، گفت ما زیردریایی هامون هنوز دارن سافت ورای 40 سال پیش استفاده میکنن. حتی نشون داد فلاپی دیسک، اصلا بعضی از شماها ندیدید، من هم خودم کامپیوتر فلاپی دیسک نداشتم چون داداشم رشتهش کامپیوتر بوده زودتر از من داشته فلاپی دیسک رو دیدم. یه دیسکای 5.5 اینچ اینجوری هم واقعا فلاپی آویزون لغوه‌ای بود، میکردنش توی سوراخی درم میبستن تا این کامپیوتر رو به اصطلاح شروع کنه و هر دفعه برنامه رو، همون موقعی بود که مثلا کامپیوترها 40 مگابایت ماکسیمومش چیز داشت، استوریج داشت یا اصلا مموری داشت هرچی. این میگه نیروی دریایی ما داره از اونا استفاده میکنه. بعد شما جنگ ویتنام ببین مردم با تو مزرعه، مردم تو خیابون چجوری با اینها جنگیدن و پیروز شدن و لکه ننگی بر دامن آمریکا گذاشته شد. ما آمریکایی هستیم ولی باید اشتباهات کشور اینجا رو بگیم دیگه، اگه نگیم که این احمقا دوباره تکرار میکنن، چون پوله برای اینا، پوله. خب یکی نیست به این بگه، بارها ایرانی ها به زبون خودشون گفتن آقا ما نیرو دریایی لازم نداریم، ما یک کشتی قرازه ای رو میاریم در تنگه هرمز، اونجا خودمون منفجرش میکنیم تا بره پایین، اون وقت ببینم کدوم کشتی میتونه بیاد اونجا. ها که من فکر نمی کنم زیر دریایی باشه، اگرم باشه دیگه باید اونجا بمونن، هم اونجا ماهی بگیرن بخورن، باید بیان بالا. اینه که آقای آریانپور برداشته نشته. هموطنان گرامی، اول ویدیو را دقیقا مطالعه کرده و سپس جواب مرا با فرد ارزان مغز مطالعه کنید. این ایمیل را با نوشته زیر یکی از مدعیان به ظاهر فریخته کوتاه مغز برای من فرستاده و زیر دریایی دیزلی قدیمی روسیه را که چند سال قبل ایران از کشور روسیه خریداری کرد، پیشرفته ترین زیر دریایی اتمی جهان که در ویدیو پیوست مشاهده میکنید مقایسه کرده، با ویدیوی با پیشرفته ترین مقایسه کرده. میگه غافل از آن که این کشور آمریکاست که با ساختن این گونه تجهیزات و سلاح نابود کننده بشریت به آنچه خود دارد قناعت نکرده و پس از جنگ جهانی دوم در مسیر چپاول سیری ناپذیر ثروت در مسیر چپاول سیری ناپذیر ثروت‌های دیگر کشورهای جهان با بکارگیری. در صورت اصلا احتیاجی به این نبود آقای آریانپور، شما اینا رو بذار تو دنیای خودشون خوش باشن. اینا یا مواد میکشن، اگه مواد میکشن شما اینجوری پول مواد از بین بردی،
هوشیارشون نکنید، بذارید خوش باشه. خب حالا چون صحبت از مواد شد و خیلی از ما ایرانی ها دوست داریم همیشه حی باشیم و قربون صدقه این و اون بریم، من فکر نمی کنم این دوست ما آقای مهران احتشامزاده پسر ورزشکاریه، فکر نمی کنم اهل دم و دودی باشه، ولی دوستان تو رو خدا بیاین با خودتون از امروز قول و قرار بذارید این تعارفای مخلصم و اتفاقا کلمه مخلص بد نیست، مخلص میشه هم سینسیر بودن اینجا، صادق بودن اینجا، چاکرم و نوکرم و اینا رو یه جوری ور دارید تا بلکه این بندها از دست و پامون باز بشه. بیایم اینجا بخونیم ببینیم این آقا مهران چی نوشته. خودش خواننده است، خودش گیتار میزنه، هنرمند موزیسینه، بعد آمده اینجا مینویسه که میبینید این عکسو مال وبسایت خود، مال فیسبوک خودشم هست. با درود بیکران به شما دوستان خوب و مهربانم، قربونت بشم ستار عزیز و خانم هما میرفشار، برای این شعر قشنگ و حقیقی واقعا شاهکار کردید، دستتون درد نکنه. آقای فرید زولاند با آهنگ قشنگ این ترانه باعث افتخار ما و میهن هستند. به امید آزادی ایران عزیزمان فدای همیشگی شما، اینجا نوشتن همبستگی همپگی شما، فدای همیشگی شما عزیزان مهران، با نام مسلمانی سر بر سر سجاده میخوردند پنهانی، میخوردند پنهانی. اصلا ایران آزاد شد، یعنی این نوشت این موزیک ستار بعد از خوندن شازداده و نمیدونم شازده رو میخواست بگیره و ازدواج فلان، الان ایران رو آزاد کرد. فرید زولاند و خانم هما میرفشار و اینها دیگه اصلا نگو. ولی آقا مهران قربونت برم، اگه امروز ستار بره بیمارستان بگن احتیاج به یک کلیه داره، شما بلند میشی بیای از اونجا قربونش بری کلیتو بدی؟ تازه قربونش هم نمیری، یک سوم قربونش میری. آقا نکن، شما هنرمندی، شما چهار تا جوان به شما نگاه میکنه، شما رول مدل هستین، شما چی میشه رول مدل به ایرانی، نمونه هستی برای جوان. قربون صدقه یه خواننده آمده، اونم خواننده‌ای که خودش میگه اگر ایشون فدوی شاه و شازده نبود دست به دامن اونا نمیشد، با این نوعی که میخونده هیچ وقت تو رادیو تلویزیون ملی ایران پاش باز نمیشده. نکنید این کارا رو، خجالت آور قرن 21. حالا شما اگه چیزی هم روی فیسبوک بنویسی، من امروز نمیخونم کلا چون وقت ندارم، ساعت 2:30 باید بریم سراغ آقای مرتضوی، ولی میتونی یه روزی بیای و بگی میدونم شما فارسیت خوب نیست اونجوری که باید و شاید، و بعضی کلمه ها رو همینجوری بنا با عادت، آقا دیدیم دیگه طرف میگه قربونت برم قربونت برم قربونت برم، ولی اگه بهش گفتی $10 بده من فردا بهت میدم، 1000 تا دلیل میاره که ندارم، پس دروغ میگه. یکی از این دوتا دروغه، یا اون که قربونت برم یا اون که $10 ندارم. خب بذارید من این برنامه امروز رو که یک کمی از صورت من تاریکه، یا این چراغ روشنه، شاد مزین، بعضی وقتا دوستان نور که زیاد باشه تازه صورت شما رو تاریک میکنه. اتفاقا این صحبتی که خود من 2 هفته پیش به این آقای زرابی کردم، گفتم آقاش اینقدر چراغ پشت روشن کردی شدی مثل سیاه قلم، ولی امروز این چراغ اینجا روشن بوده، این چراغ دفتر کار منه، با اون چراغایی که مال استودیو فرق میکنه، اینو چون هوا ابری بوده یادم رفته خاموش کنم، اینه که به این صورت یه کمی بنده سبز شدم، عیب نداره. یه آهنگی بود یادتونه میگفت نمیدونم سفید سفید 100 تومن سرخ و سفید 200 تومن، حالا که رسید به سبزه دیگه نگو چقدر میارزه. خب اینم از مهران. یه خطی بکشیم اینجا، حمله تروریستی به رژه سالگرد آغاز جنگ در اهواز رو گفتم، نظر شما در این باره چیه؟ میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید، پیامتون رو بذارید، در برنامه آینده من پیام ها رو میتونم پخش کنم. پیام ها خیلی ساده، اگه دوست دارید اسمتون رو بگید که خیلی بهتره، این یه روشیه که به همدیگه آشنا میشیم بدونی که همدیگه رو بشناسیم. شما مهمونی رفتید طرف خودشو معرفی میکنه، میگه من مهدیم، من کوروشم، من حسنم، من محسنم، میای بیرون دفعه دیگه میبینیش اصلا یادت نمیاد، اون تازه کسیه که صورتش روبروی شماست، به شما دست داده، گفته من اسمم مهدیه، شما هم گفتی من سوربیم، خیلی خوشبختم، خیلی خوشوقتم،
کدومش درسته، خوشبختم یا خوشبختم؟ بعد یادت میونه حالا شما یه زنگ بزنی، من حسن مرادی هستم از آلمان زنگ زدم بگم آقا این کار تروریستی غلط بوده و به نفع آخونداست. ولی بهتون گفتم آقای جمال عبدالله زاده اولا اومده حمله میکنه به ما، شما فارسای شوونیست، اصلا من این کلمه ها رو بلد نیستم. آخه آقا این یعنی چی فارس کرد؟ من کرمانشاه خدمت کردم، من اولین کسی بودم که به شما برنامه تلویزیونی دادم اینجا که همه میگفتن آقا اینا جدایی طلبن، اینا نمیدونم زمان شاه هم بر علیه شاه جنگیدن، زمان فلان هم فلان. حالا میبینم آقا اونا راست گفتن. شما یه اسلحه کلاشینکوف هر وقت میری اربیل بهت میدن، یا اینجا میتونی 300 دلار بخری، هی عکس میگیری پوز میدی، یه اسلحه دستته به من تو آمریکا میخوای زور بگی، به من برچسب میزنی، وای به روزی که بری ایران 100 تا اسلحه، 1000 تا اسلحه، 2 میلیون اسلحه دست باشه. دوستان حواستون جمع باشه، همین فردا مجاهدین در اسامی دیگه و اینها میان، ولی فردا که اومدی میبینی اون پیرنای زرد رو میپوشن، عکس رجوی میره بالا، مرده زنده میشه، عکس مریم میره بالا، و اون عقده که شما میفهمی سربی درست گفت، گلن ترشیزی به شما کلک زده، شما رو با زور با زور چی میگن نادانی فریب برده اونجا، و عکس و اسم و شماره تعداد شما میره، اونا میرن داخل با آقای جان بولتون و آقای جولیانی میشینن، میگن آقا ببین رضا پهلوی اصلا نه فراخانی میده نه کسی، این مریم تازه اون مرحوم مرده، اینقدر آدم جمع میکنه، اینا میشن چلبی. مواظب اون روزی باشید که اینا سرکارشون تو ایران باشه. البته یه حسنی که داره، اینا چنان خراب کردن که ایرانی ها حسابشون میرسن، ولی تو همون حساب رسیدن مملکت چند مدت احتمالاً دستخوش جنگای داخلی میشه. این کردها هم که از این و اون نمیدونم ترکا هم پان ترکستان که از اون و کارمون یه جا و دو جا اشکال نداره، صد جا وصله و پینه هست. اجازه بدین من این تماس برقرار کنم با آقای مرتضوی و ببینم که شاید اصلا با این تلفنه، چون میگم ما دیگه تلفن چیز نداریم و برامون مشکل شده، وقتی هم یه چیزی عادت میکنی به کارهای آسونتر اون کارهای قدیمی خیلی مشکل میشه. الان باید برم تو گوگل وایس تلفنمو بیارم زنگ بزنم و اینها، بذارید با این با ایشون تماس بگیریم ببینیم که ایشون نظرش چیه درباره این حملات و نگاه ایشون به ایران و جهان چیه، چون امروز روز مهمیه، پریروز اون اتفاق در اهواز افتاده، امروز روحانی اینجاست، فردا به احتمال زیاد ترامپ میخواد صحبت کنه توی یونایتد نیشن، و ببینیم چه خواهد شد و آقای مرتضوی چه خواهد گفت. کال هم بله اوکی، اینم کال، اینم این، اینم بذاریم اینجا، یک کیسه‌ای هست تو شنه برای روی کاغذ میذاره که باد نبره کاغذ. آقای سربی اجازه بدید که از باستان بزرگ با هوای پاییزی 55 درجه خدمت شما و تمام دوستانی که به هر طریقی که ما رو میبینن و میشنون سلام کنم و امیدوارم حال همه خوب باشه. من هم به شما سلام میکنم دوستان عزیز، با آقای جلیل مرتضوی هستیم از بوستون بزرگ، هر روز این بزرگ بودن بوستون رو به رخ ما میکشونه، کاری میکنه که آخر ما بلند شیم بریم اونجا، چون اینا بیمه بسیار خوبی هم اونجا دارن. آقا مشتری جمع نکن برای اونجا. آقای مرتضوی من امروز درباره حمله تروریست ها به اهواز صحبت کردم و میخواستیم نظر شما رو در این باره به اضافه نظرات خودتون که از قبل خوندید و تایید کردید بشنویم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم بفرمایید. ممنونم. اولا که من تسلیت میگم به تمام کسانی که جان خودشون رو در این حمله تروریستی از دست دادن، چون به هر حال بازنده های اصلی اونایی هستن که مورد هدف قرار گرفتن و کشته شدن. این البته مدت ها بود به هر حال یه جنگ و جدال اینجوری بود دیگه بین جمهوری اسلامی و مخالفانش در منطقه، این دیگه
بر کسی پنهان نبود. البته آخرین خبرهایی هم که اومده آقای سربی اینی که تعداد حمله کننده ها 5 نفر بوده، چون همین چند دقیقه پیش داشتم رویتر رو میخوندم، از قول خبرگزاری فارس مینویسه، میگه که 5 نفر بودند، ولی اون 1 نفر چون جز اونهایی که کشته شده بود قاطی شده بود نمیدونستن، ولی کلن 5 نفره. و اونجوری که مقامات ایرانی به خبرگزاری ها گفتن، تعداد زیادی هم به هر حال دستگیر شدن. حالا بعضی ها میگن 29 نفر کشته شده، بعضی ها میگن بیش از 29 نفره، ولی به طور کلی فاجعه بزرگی بوده، به ویژه حمله به سپاه، چون سپاه همیشه ادعاش این بود که انقدر قویه و تمام امنیت کشور رو آنچنان زیر نظره، بنابراین امنیت از نظر اونها برای ایران فوق‌العاده حائز اهمیت بود. حالا اونایی که امنیت ایران را قرار بود مراقبت و محافظت کنن، خودشون مورد هدف قرار گرفتن. این یه موضوع. ولی از اینکه این امتیازی میشه برای روحانی و فلان، اینا تفسیری هستش که من خودم باور ندارم. به هر حال این یک حمله تروریستی بوده مثل خیلی جاها، چون این اتفاق در خاورمیانه زیاد میفته، خوشبختانه در کشور ما هر چند یه باره، ولی نگاه میکنیم به یمن و به عراق و افغانستان و سوریه، هر روز این مکافات هستش متاسفانه. بنابراین تا این اشخاصی که دستگیر شده به هر حال ریشه یابی خواهند کرد، چون مقامات ایرانی به هر حال به طرف، یعنی میگن که این توسط عربستان سعودی و امارات هزینهش پرداخت شده، دست امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها توش بوده. حالا چه مقدارش درسته یا نیست دقیقا نمیدونیم، ولی در چند روز آینده که تحقیق خواهد شد و اون موقع با مدرک صحبت خواهند کرد بیشتر متوجه میشیم. ولی به هر حال خبر خوبی نبوده، چه برای ایرانی‌های داخل چه برای ایرانی‌های خارج. عده‌ای مردن و یعنی در حقیقت یه شکستی هم بوده برای امنیت ایران به نظر من. خب حالا این شما گفتید قبول ندارید که روحانی به اصطلاح از این استفاده میکنه توی این چند روزی که اینجا هست، ولی اینو قبول دارید که الان به نفع دولت میشه، دولت به اصطلاح توی خیابونها توی مراسمهای بعدی نیروهای بیشتری میاره و به اصطلاح از مردم راحتیشون گرفته میشه، هیچ کم نمیتونه حرف بزنه، اگه حرفی بزنن فوری میگه ببین ما میخوایم که شماها امن باشی. فکر نمی کنید این باز هم به نفع دولت و حکومت آخونده شده؟ دقیقا همینطوره. برای اینکه اینو ما در 11 سپتامبر تو امریکا دیدیم، از اون موقع تا حال میدونی که خیلی جاها امنیتی شده در امریکا، خیلی جاها شما نمیتونی بری. حتی خیلی جالبه که شما اگر بخواین حتی برین برای گرفتن شماره سوشل سکیوریتی یا به هر دلیلی به یکی از ساختمان‌های دولتی در امریکا، انگار که شما گاه میشید، اصلا اونجا زیر دستگاه باید برین جیبات رو خالی کنید. همه اینا همه بعد از 11 سپتامبر شده و قوانینی هم که تصویب شده، هیچ کی نمیتونه حرف بزنه، میگه آقا دیدید امنیت باید ما حفظ کنیم، فرودگاه ها میبینید چه، هر کی اصلا تمام امریکایی، یکی از شکایت های بزرگش اینه که آقا ما واقعا از رفتن به فرودگاه وحشت داریم، برای اینکه 2 ساعت هی اینو به جیب تو بگیر، زیر دستگاه برو، نمیدونم. خیلی حتی شکایتی میکنن که آقا این مامورین به ما دست زدن، حتی در بعضی جاها میگن که یارو چون مسلمون بوده یه عالمی بوده پوشیده بوده فلان و اینا، شکایت های زیادی شده. منظور من از گفتنی همه اینه، شما درست میگید، در ایران چیزی امنیتی رو چند برابر بکنن هیچ کی نمیتونه حرف بزنه، میگه آقا مگه نیدید چه اتفاق افتاد در اهواز، وقتی به
سپاه حمله میکنن که دیگه همه مسلحن، وای به حال بقیه. در امریکا هم الان دیدیم که تمام جاها در خیلی موارد آنچنان تحت امنیتی شدیده، همه هم میگن آقا دیگه سیفتیه، نمیتونن رعایت نکنن. دیدی چه درست میگید؟ اینها به هر حال کمک میشه برای اونایی که در ایران اگر یه ذره اعتراض داشتن الان دیگه نمیتونن. درست میگید. حالا این رژه پاسداران بوده یا رژه مشترک ارتش با پاسدارا بوده؟ یا چون الان هنوز که هنوزه واقعا اینم یکی از چیزای منفیه که توی یک کشوری دو تا نیرو باشه، و البته اینا اینو به یک جوری استفاده کردن، اینم فکر آقای سازگارا بوده که همیشه تهدید میکنن ارتشو، ببین ما فقط به تو به اصطلاح وابسته نیستیم، ما نیروی پاسداران هم داریم رو شما. حالا این اولا مراسم آغاز، من حالا امروز رفتم تو ویکی‌پدیا خوندم، این 22 سپتامبر 1980 آغاز جنگ بوده، در صورتی که پایان جنگ 20 آگوست 1988 بوده. معمولا پایان جنگ رو جشن میگیرن، اینا چرا آغاز جنگ رو جشن گرفتن؟ آره اتفاقا آقای سوربی به درستی اشاره کردیم، من تو این فکر بودم، منم مثل شما فکر کردم که معمولا پایان ماه آگوست بود پایان جنگ، گفتم شاید مثلا اینها شروع کردن از اون موقع، خب معمولا یه هفته طول میکشه دیگه رژه و تشکیلات، ولی حالا شما داریم میگین آغازش. آره آغازش یک کمی برای منم سوال برانگیز، آغاز جنگ که جشنی نداره. و ضمناً تمام خبرگزاری هایی که من خوندم همه صحبت از سپاه پاسدارانه، یک کلمه از ارتش ایران نگفتن، گفتن این رژه سپاه بوده و اون جایگاهی هم که مقامات سپاه وایساده بودن اونها داشتن این رژه سپاه رو میدن. جالبه که الان رویتر و همچنین خبرگزاری خود جروسلم پست هم اینو نوشته، میگه که هم گروه داعش همون آیسیس و هم این گروه الاهواز هر دو ادعا میکنن کار اوناست، و حتی آیسیس یه ویدیوی هم بیرون داده که 3-4 نفر در حال سوار شدن به ماشین که میخوان برن در طول روز، ولی از ویدیوهاشون، این جروسلم پست نوشته، این نوشته هاشه، میگه ولی عکسای اون آدم ها، یونیفورمایی که اونا پوشیده بودن با اون جریانی که ایران نشون میداد کاملا فرق میکنه. فکر کنم این اتفاق که افتاده، حالا اینا میخوان بدون بگن کار ما، ادعای قهرمانی هم بکنن. حتی دیدیم الاهوازی ها هم میگفتن که چند نفر این انجام داده، بنابراین هنوز دقیق مشخص نیستش که عاملین و یا عاملین این حمله کیا بودن، ولی موضع رسمی دولت فعلا به طرف عربستان سعودی، امارات و امریکاست. حالا چه کسانی پشت پرده کار میکردن، چون ببین این یک کار حرفه‌ای بوده، کار علکی یا حمله به سپاه کاری آره معمولی که نبوده که بره و یونیفرم سپاه در بیاره شلیک کنه فلان، در یک حمله 10 دقیقه شما بتونی این همه آدمو بکشی که همه هم مسلح یا هرچی بودن. به هر حال نیروی انتظامی معمولا بدون اسلحه نیست، چون شما به هر حال تو ارتش بودی، شما میتونی بیشتر در این مورد صحبت کنی. اینی که برای من همش سوال برانگیزه، هنوز من این همه مطالب خوندم فقط شر مصیبت، ما نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی افتاده. آقای سوربی خیلی ممنون. یکی از چیزهایی که من متوجه شدم، هم شما گفتید هم دیگران دیروز در فیسبوک همین نوشتن، نگاه کنید اینا اسلحه دارن، رفتن تو جوب خوابیدن، پنهان شدن فلان اینها. و چون شما گفتید من در ارتش بودم، من وضع بدی هم داشتم، توی حکومت نظامی بودم. ببینید توی رژه افرادی که دارن میرن، توپ و تانکی که شما میبینید، هیچ کدومش مسلح و پر نیست، همش خالیه. ولی یه سری که
به اصطلاح مسئول انتظامی هستن، مثل هر برنامه دیگه اونایی که دور و بر هستن اونا مسلحن و توی این عکس ها هم شما دیدین خیلی هاشون، یعنی بعضی از این اسلحه ها اون موقع حقیقتا مثل یه چوبه و طرف تازه اگه اسلحه هم داشته باشه، لود هم باشه، پر باشه، شما به دلیل اسلحه داشتن وقتی صدای تیر میشنفی که وای نمیسی جلو تیر. همینجا شما نگاه کنین 20 تا پلیس میرن دنبال یه ماشینی، یه جوون بنده خدایی رو میارن بیرون، این 20 تا پشت ماشینا قایم میشن با اسلحه، با جلیقه‌های ضد گلوله و اون وقت چی میکنن. ولی اونا حالا شما تو عکس ها میبینی تفنگ و هفتیر و هفتیرا به احتمال زیاد بیشتر به نظر من میاد که لودد بوده و میبینید یکی دوتا گارد هم نزدیک همون امام جمعه اهواز اونجا بوده. ولی عکس جالب بود، امام جمعه اهواز چقدر وحشت کرده بود و ترسیده بود. اینایی که همش میگن مرگ و زندگی دست خداست، چرا اینقدر میترسن از مردن؟ بله، اون سربازی که شما میبینی اسلحه دستشه ولی بچه رو بغل کرده داره میبره، این اسلحه به نظر من خالیه و فقط داره کمک میکنه مردم از اون محیطی که ممکنه یه تیر دیگه شلیک بشه نجات میده. و اون کاری هم که خودشون میرن یه جایی به اصطلاح که کمین کنن یا سنگر درست کنن و ببینن اصلا از کجا میاد. اولش اون ویدیو رو شما نگاه میکنی خیلی ها متوجه نمیشن، فکر میکنن صدای تق و توقی در رابطه با همین رژه است. بعد میفهمن که از پشت اون قسمتی که همین آقای نمیدونم امام جمعه که من نمیدونم رابطه اینا با ارتش چیه، میان به اصطلاح از رژه ها چیز میبینن، سان میبینن، بله، از پشت اونجا حمله شده. یعنی اگر اینها آدمای واردی بودن و اگر اینا هم همه سپاه بودن باید به همون بالایی ها حمله میکردن، مثل اون کسی که به انور سادات حمله کرد و رفت به طرف اون جایگاه و اونجا شلیک کرد. ولی میبینیم که اون سر و مر گنده نشسته اون بالا و بدبخت دختر خانم های جوان بچه ها خیلی از خود همین حالا یا سربازن یا پاسدارن، میگن من دیگه الان لباس ها رو نمیشناسم تو ایران، خیلی از اینا هم زخمی شدن. این که شما گفتید این همه اسلحه، اگر دوستان در این مورد میدونن که من فکر نمی کنم اسلحه ها پر باشه، اتفاقا یکیش به این دلیله که خطرناکه، چون خود اینها ممکنه اسلحه ها شلیک بشه و به اصطلاح دوستانه هم دیگر رو بکشن. اینجا معروفه میگن شلیک فرندلی فایر. من ساکت میشم، شما بفهم. اون ویدیو رو هم نشون دادم، عکسی رو که شما گفتید که میگن مال داعشه و این آقا داره میخنده و بعد صحبت میکنه اینا، این نشون میدم. ضمناً 5-6 ساعت قبل گویا آقای خامنه‌ای هم اینجا، باز نشون بدم و نوشتهشو بخونم، شاید شما هم از این بدونید، گفته که رهبر ایران عاملان حملات اهواز را وابسته به عربستان و امارات دانست. در این مورد نظرتون چی؟ درسته، گاردین هم این صحبت های آقای خامنه‌ای رو منعکس کرده. ولی خیلی اتفاق جالبی که افتاده، همون روز حمله دیدیم که اون شبکه در لندن با اون آقای هور، نمیدونم تلفظش درست یا نه، هور، هور که میگن هور بگید هور نماره اون عجب اسمی داره این بابا. این آقای هور تو اون مصاحبه تو اون شبکه فارسی زبان در لندن، اسم شبکه الان خاطرم نیست چی بود، بنابراین دولت جمهوری اسلامی سفرای انگلیس و دانمارک و هلند و احضار کرده و گفته که این افراد و این مصاحبه‌ای که انجام داده این بابا در کشورهای شماست. حالا درسته کار تروریستی تو کشور شما انجام نشده، ولی تو کشور ما بوده، شما با اینا رو به ما تحویل بدید، یعنی رسما درخواست کرده و اعتراض کرده. بنابراین اونا میگن که شما که این همه صحبت از تروریست و نمیدونم میخواین مبارزه بر علیه تروریست، بفرمایید این آقا تو کشور شماست و داره مصاحبه هم میکنه. و اونجا هم تازه ادعا میکرد این آقا، مصاحبه که من دیدم میگفت دولت در
به شما میگه بیش از 100 نفر کشته شده، یعنی مثلا حتی انقدر این میخواسته در این باره پوز بده که حتی به 40 نفری که اول خودش ادعا میکرد میگفت اعلام شده 40 نفر، میگفت نه بیش از 40 نفر، بیش از 100 نفر کشته شده. یعنی منظورم از گفتن اینها، حالا اینها واقعا دستی داشتن یا فقط میخوان که روی اون موج موفقیت تروریستی سوار بشن، میگن ما کردیم مثل داعش که گفته فلان، نمیدونم. ولی برای اون چیزی که مهمه اتفاقی که افتاده. ببخشید آقای مرتضوی، مگه همینا از طرف داعش نیستن؟ چون من اینو که دارم نگاه میکنم، میگه در این ویدیو، یعنی میگه گروه داعش با انتشار یک ویدیو مدعی شده که حمله اهواز کار اعضای این گروه بوده است. در این ویدیو روز یک شنبه اول مهر ماه منتشر شده. یعنی اونی که شما ببین قبل از اینکه داعش، چون داعش دیروز این ویدیو رو بیرون داد، قبل از داعش همون روز حمله که خبر پیچید این اتفاق افتاده، همون آقای هور که خودش رو سخنگوی گروه الاهواز و مقاومت خوزستان میدونه، ایشون اومد مصاحبه کرد، گفت کار اونهاست. بنابراین داعش دید که آقا یه همچین اتفاقی افتاده، اون روی موج سوار شده داعش. چون ویدیو هم که نشون میداد، اصلا اولا که داعش وقتی اون اعلامیه رو بیرون داد گفتش که آره این در این زمان که آقای روحانی از این رژه سان میدید، در صورتی که آقای روحانی اونجا نبود، آقای روحانی از رژه تهران سان میدید. یعنی نشون میدید که کارشون خام بوده دیگه از نظر درست کردن ویدیو و اطلاعات اینا. بنابراین داعش کلن رده، یعنی با توجه به این چیزایی که از خودشون بیرون دادن و اونایی که به صاحب محققن در این مورد و پژوهش کردند و کارشناسم، میگه نه اصلا اونا تمام اطلاعاتشون غلطه. ولی اون گروه الاهواز همون روز اعلام کردن که آقا کار اوناست. بله خیلی ممنون. البته من یه دوتا به اصطلاح مصاحبم شنیدم که خیلی جالبه، طرف میاد به عنوان سخنگوی یک سازمان، بعد میگه که ما هنوز نمیتونیم بگیم. خب برو وقتی میتونی بگی بیا، میدونی، چون اینجوری که میان میگن بدتر اون گفتای افراد قبلی رو هم زیر سوال میبرن. و احتمالاً من و شما داریم از دو تا ویدیوی مختلف صحبت میکنیم، چون این یکی روش نوشته داعش با انتشار این ویدیو تروریست های جنایت اهواز را از سوی خود معرفی کرد، ولی شما اونو میگید، اون میگید میگه الاهواز مسئولش، اهواز هم با هی جیمی مینویسن اونا. دقیقاً یعنی اون شخصی که همون روزی که این حمله شروع شد در اهواز، اون روز این مرد آقای هور که من تا حال اصلا نمیشناختم این کیه، وقتی اون خبرگزاری، یعنی خبرگزاری چه از خواهم شبکی فارسی زبان، اسم تلویزیون یادم رفت چیه، اونو تو بعضی شبکه های فارسی زبان پخش میکردن، از جمله آقای صدر دیروز اونو پخش کرد. بله. همون آقای هور رو. بله. خب اسم خوبی داره هور. anyway. واقعا آقای هور. بیان به اینایی که زخمی شدن، مجروح شدن یا احتمالاً از بین رفتن، به خانواده هاشون تسلیت بگیم و این مسئله رو بذاریم تا بیشتر مشخص و معلوم بشه درباره این سفر هیئت ایرانی به اینجا. اینی که ترامپ تا چند مدت پیش میگم من حاضرم با روحانی، ولی دیروز یه جا خوندم که نوشته من حاضرم با ایران لیدر، یعنی ایران لیدر رهبر ایران میشه. حالا یا این اشتباهی توپق زده گفته؟ نه درسته. بله. آقای خامنه‌ای، یعنی حتی با خامنه‌ای هم حاضر دیدار کنه؟ دقیقاً. ببین اولا که اشاره کنم به این مو، ببین سفر آقای روحانی به مقر سازمان ملل و قراری که ایشون فردا سخنرانی بکنه، از حالا شروع کرده یه سری مصاحبه هم انجام داده. آقای روحانی اولا دیروز یه مقاله مفصل در روزنامه واشنگتن پست نوشته، نمیدونم شما دیدید یا نه،
این بغل گوشی شما. ندیدم متاسفانه. بله این دوستایی که حالا این برنامه را ممکنه تکرارش بشنوند، مقاله آقای روحانی به قلم خودش در قسمت ستون عقیدتی روزنامه واشنگتن پست یک شنبه 23 سپتامبر، دیروز، منظورمه دیروز یک شنبه 23 سپتامبر چاپ شده، دوستان میتونن خودشون بخونن. آقای روحانی در این مقاله تحت این عنوان که درخواست آقای ترامپ مذاکره با ما در حقیقت یک نوع حقوقی بیشتر نیست چون صداقتی در کار نیست، میگه وقتی آقای ترامپ، اینو آقای روحانی مینویسه دوستان در روزنامه واشنگتن پست دیروزا، میگه وقتی آقای ترامپ خودشو از برجام کشید کنار، من، منظورش رئیس جمهور ایرانه، دو تا انتخاب بیشتر نداشتم. اول میتونستم مثل اون منم خودم رو کنار بکشم، میگم ما هم که دیگه دو برجام نیستیم، که در حقیقت اینها آرزوشون این بود که من همین کار رو بکنم که این شروع کنه یارگیری، بعد بلا فاصله اون تحریما و همه چی رو بیاره دوباره سر جاش. میگه ولی ما این کار نکردیم چون ما پایبند قرارداد بین‌المللی هستیم، به همین خاطر ما گفتیم نه، تو برجام میمونیم و با سایر کشورهایی که امضا کرده بودن اونها هم با ما موافقت کردن، اونها هم تو برجام موندن. بنابراین تا الان ما پایبند اون قرارداد هستیم، ولی اینکه آقای ترامپ اومده بر علیه اون کشورهایی که میخوان با ما معامله بکنن فشار روی اونها میذاره فلان، و نشون میده که هدف اینها صرفاً مذاکره و اینا نیست، فشار و تحریم تا ما را به زانو در بیارن. گفت این کاری است که سالها دارم میکنم و اینم چیز جدیدی نیست. این مقاله رو آقای روحانی نوشته در واشنگتن پست، یعنی در حقیقت این مقاله یه نوع جوابی هست در مورد گفته های آقای ترامپ، آقای پامپیو و اینا. و خیلی اتفاقای جالبی افتاده آقای سروی، به یکی دو تا اشاره میکنم. اولا که سخنرانی آقای روحانی، میدونی که جلسه الان، اینم خدمت دوستا بگم، شورای امنیت هر ماه یک رئیس داره. شورای امنیت میدونی که 15 تا کشور بیشتر نیست در سازمان ملل، این فرق میکنه با مجمع عمومی، چون این 15 تا کشور 5 تاش اعضای اصلی شورای امنیتن، یعنی این حق به تو دارن، مثل امریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه، این 5 تا کشور به اضافه 10 تا دیگه این شورای امنیته. هر ماه یک کشور رئیسشه، این ماه بعض به تصادف رئیسش امریکاست. آقای ترامپ تصمیم گرفته که اون جلسه رو خودش اداره کنه و قرار راجع به مسائل ایران و چیزهای دیگه صحبت کنه، ولی بیشترین صحبتهاش راجع به ایران خواهد بود که چجوری میخواد با ایران مذاکره کنه فلان، و اگر ایران این کار نکنه تحریما رو میبره فلان، و همین چیزهایی گفته اونجا هم رسمیش میکنه. ولی فقط صحبته، هیچ قطعنامه چیزی قرار نیست صادر بشه. حتی خانم نیکی هیلی هم این اشاره کرد بهش، چون میدونن که این قطعنامه ویتو میشه دیگه توسط چین و روسیه. بنابراین گفت نه، این فقط اونجا صحبتاش میکنه، قرار نیست هیچ قطعنامه صادر بشه. ولی آقای پامپیو دیروز در تمام شبکه هایی که از واشنگتن پخش میشه، یک شنبه ها که تاکشوهای معروف در حقیقت نقطه نظرهای سیاست خارجی و داخل ایران، داخل امریکا در همین شبکه های چهارگانه و پنجگانه امریکا، دیروز در 3-4 شبکه من خودم دیدم، خود آقای پامپیون به این اشاره کردم، گفتم ببین آقای ترامپ درخواستش هنوز رو میزه، میخواد با اینا ملاقات کنه، اگه حاضر باشن آقای ترامپ ملاقات میکنه و صحبت میکنه.
و ضمناً آقای ترامپ هم اشاره کرده بود که حتی حاضر با آقای خامنه‌ای بره ملاقات بکنه. بنابراین این صحبت ها هستش در سازمان ملل هم که خب اون رئیس جلسه شورای امنیته و همچنین مجمع عمومی چون رئیس دوره‌ای ماهانه مال امریکاست. آقای ترامپ علاوه بر شورای امنیت در مجمع عمومی هم صحبت میکنه، یه گزارش کلی میده و بیشترش رو صحبتاش با ایران خواهد بود، چون پارسال روی کره شمالی بود که میخواسته اون آقای یارو رو میگو مرد موشکی و فلان، حالا امسال نمیدونم چی چیزی در چند تیزه. ولی آقای مرتضوی من دیدم یه قسمتی از اینا رو، بعد اون برنامه گذارا مجریا میگفتن که ترامپ امسال 100% با ترامپ پارسال فرق میکنه، بعد از ملاقات با اون به اصطلاح چیرمن یا رهبر کره شمالی، بعد از اینکه چند تا اسم بعد آورد بعد اون رو ملاقات کرد، الان میگن احتمالاً این کار رو برای ایران انجام نمیده. ضمناً شما درست گفتید، اینها از دیروز که آمدن اینجا، حتی خانم کریستین امانپور هم اینجا هست تا برنامه‌ای رو معمولاً ایشون میره باهاشون مصاحبه میکنه و خواهیم دید. فقط یه سوالی از شما، چون شما گوشزد کردین که روحانی گفت که همونجوری که ترامپ این قرارداد زیر پا گذاشت ما نذاشتیم، به نظر شما کار درستی بود یا نه؟ به نظر من کار درستی بود، چون اقلاً اینجوری اروپا رو برای خودش نگه داشت. نظر شما چیه؟ دقیقاً ببین آقای روحانی، چون این در حقیقت بزرگترین دستاوردش بود دیگه، در انتخابات دوره دومش هم این بزرگترین موفقیتش بود که میگه ما رفتیم اون تابوی مذاکره رو شکستیم، مذاکره کردیم فلان و اینا، دیدیم که رأی هم آورد و دوباره انتخاب شد. ولی خب اونجا هم تندروها با این زیاد موافق نبودن، آقای خامنه ای روی اونها فشار آورد که ولش کنن، چون یه گروهی در ایران تشکیل شده بود به نام گروه دلواپسان. این دلواپسان گویا یه چیزایی میدونستن، ولی ببین اون موقع دیگه انتخابی نبود، مجبور بود آقای روحانی که نمیدونست که اون دستاورد طلایی خودشو همینطوری از دست بده و یه آتوی بده، اون تصمیم درست بود. ولی آن چیزی که خیلی جالبه آقای سوربی و بینندگان عزیز این هست که این مسئله آقای روحانی وقتی سخنرانی خواهد کرد فردا تو سازمان ملل، خوب این شروع میکنه یه سری همین گفته ها را مظلوم نمایی میکنه که آقا ما این کار کردیم اون کار کردیم فلان، ولی اساس کار اینه که درست سمپتی خیلی از کشورها را جلب میکنه، ولی سمپتی در حال حاضر به درد نمیخوره. من خودم به شخصه، یعنی این نظر منه، از این که مقامات ایرانی به خاطر این که آقای ترامپ اینجوری کرده و نمیخوان باش ملاقات کنن سخت در اشتباهن. ببین اونهایی که به مقامات ایرانی به ویژه به رهبران ایرانی، آقای خامنه‌ای در سطحش مشاوره میدن، یک اشتباه بزرگی دارن میکنن به چند دلیل. یکی این که اینها با مسائل فرهنگی سیاسی و مسائل روز امریکا ناآگاهن و نمیدونن که آقای ترامپ در حال حاضر که رئیس جمهوری امریکاست یه شخصیت بسیار هیجانی داره، یعنی از اون شخصیت‌های نمایشی و هیجانی. اینها باید این مسئله رو بفهمن، کسی که این شکلی هستش باید بذارید که اون نمایش و هیجانی خودش رو انجام بده، همون کاری که با کره شمالی انجام داد. وقتی آقای ترامپ میگه میخوایم من ملاقات کنم، ببین اینجا هستش که به رهبران ایران یا توصیه درست نمیشه یا اونهایی که مشاور هستن به دلایل اینکه اونها منافع خصوصی دارن مشاوره درست نمیدن. اینها اشتباه میکنن
دیدار را با مذاکره، یعنی شما ملاقات با مذاکره فرق میکنه. ایشون همین مقاله‌ای که آقای روحانی تو واشنگتن پست نوشته میتونه با آقای ترامپ ملاقات کنه، میگه آقا به این دلیل به این دلیل ما گفته های شما رو رد میکنیم، اگر میخواید مثلا با ما مذاکره کنید شما باید این کارا رو بکنید. یعنی دیگه دست از این تحریم محریم ها وردار اگر راست میگه، باید بشینیم حرف بزنیم. اینو میتونه اونجا ملاقات کنه بگه، و این هیجانی آقای ترامپ، همین نمایشی هیجانی آقای ترامپ هم اونجا عملی بشه. آقای ترامپ به همه میگه دیدید من گفتم، من آوردم، زود اومدم با من حرف زدن. این من برای ایران درسته که ما دیگه دار آدم های قدی هستیم و میگم آقا اون نخوا من نمیرم، میدید در تمام جا هستش دیگه، اگر فلانی اونجا باشه من نیستم، آقا من نمیخوام با اون حرف بزن. این اگر تشخیص بدم باش ملاقات بکنم، به نظر من چیزی از دست نمیدن. منم فکر میکنم که ترامپ به اصطلاح با اینها ملاقات میکنه، مخصوصا به این دلیل که ترامپ همیشه دوست داره بگه ببینید کارایی رو که دیگران نتونستن انجام بدن من تونستم انجام بدم. من ممنونم از شما. اگه فردا که این صحبت ها انجام میشه و اینها شما چیزی به نظرتون رسید و خواستید در اون مورد صحبت کنید، لطف کنید به اون شماره تلفن 202 تماس بگیرید. اون متاسفانه 3 دقیقه است. پیام بذارید، من پیامتون رو روز چهارشنبه پخش میکنم دیگه، اونجوری لازمم نیست بشینید مثلا باشید تا با هم صحبت کنیم. در صورت ممنونم. حتما آقای سروبز، من یه چیز دیگه هم میخوام بهت بگم، اون خیلی مهمه. بفرم. ببین روز شنبه نشریه معروف دیلی بیست یک مطلبی رو افشا کرد در مورد آقای ترامپ که فوق‌العاده جالبه و اینو باید ایرانی ها بدونن. نشریه بیست از خود اونهایی که در جلسه بودن میگه آقای ترامپ وقتی جان بولتن استخدام کرد به عنوان مشاور امنیت خودش، بعد آقای بولتن وقتی وارد کاخ سفید شد، آقای ترامپ بهش گفت ببین من تو رو استخدام کردم، فکر نکن که بتونی از فردا میخوای جنگ با ایران رو راه بندازی، از این خبرها نیستش، شما کارت اینه که به من مشاوره میدی، یه دفعه این برامر هوایی نشیم مثل قبلا در زمان جورج بوش و اینا که خودش گفته که حتی میزم ایران رو به کار برده. ببین ایرانی ها با اینو بدونن، پس تو فکر آقای ترامپ حمله به ایران اینا نیستش، چون این افشا شده. اینو در مورد آقای جان بولتون گفته، چون میدونی که جان بولتون یکی از شخصیت های فوق‌العاده وحشتناکه که همیشه قبل از اینکه به این مقام برسه صحبت از حمله نظامی به ایران بوده. اونو آقای ترامپ رسما بهش گفته، فقط خواستم دوستان اینو بدونن. بسیار ممنونم دوستان عزیز. همونجوری که در برنامه هم دیدید، من صفحه آقای مرتضوی رو بهتون نشون دادم، میتونید از طریق فیسبوک ایشون باهاشون تماس بگیرید. حالا اگه بعد دوست داشتن تلفنی یا ایمیلی اضافه کنن، اونها رو هم میتونیم بنویسیم. از شما بسیار ممنون. همونجوری که بهتون گفتم، یا در برنامه فردا صدایی چیزی اگه میخواین پیامی براتون پخش میکنم، یا اینکه دوشنبه حتما اگر دقیقاً چیزی مهم میدیدم حتما برات پیام میذارم برای چهارشنبه. بسیار ممنون، خیلی ممنون که با ما. خواهش میکنم، قربان شما، خداحافظ دوستان. مرسی دوستان عزیز. ممنونم از آقای امیر نعمت الله، گفته که این سازمان الاهواز یک به اصطلاح پایگاه ایستگاه تلویزیونی در دانمارک داره. تعجب میکنم که دانمارک اجازه میده به یک سازمان تروریستی، احتمالاً اگر اینا این به اصطلاح حمله رو مسئولیتش رو به عهده بگیرن، بعد دولت ایران به دانمارک اعتراض میکنه. آقای فرخ هم میگه که خوشحاله که دادگاهی که گفته بود امروز هست کنسل شده یا پستپون شده، یعنی به تعویق افتاده، ایشون تونسته بیاد. من در مورد شما و پیام و داداش و تفنگ و اینا صحبت میکنم، ولی یه پیام دیگه ایشون گذاشته در رابطه با تفنگ و اسلحه که من گفتم معمولا در رژه و این مراسم اسلحه ها خالی هستن. ایشون هم حرف منو تایید کرده، گفته به غیر از این که فشنگ ندارن، حتی اون سوزن یا اون چکش
چیز رو هم بر میدارن که اگه کسی هم از خونش فشنگ میاره تو جیبش هست قایم کرده جایی نتونه از تفنگ استفاده کنه. ولی یادت باشه فرخ جا، اون چیزی که من و شما میدونیم راجع به ارتش، سپاه چه قانونی داره، بسیج چه قانونی داره، من نمیدونم. و احتمالاً با این کار احمقانه‌ای که این 4-5 تا نادان انجام دادن و آقای جمال عبداللهزاده اینجا الان خوشحاله، خبر نداره که اینا به نفع آخونده کار کردن. از فردا لابد همه این بسیجی ها با میگن loaded gun، یعنی با تفنگای پر تو خیابون، تا حرف زدی تقی میزنن بهت. این نادانیه و متاسفانه تفنگ دست کیه؟ عکساشو ببینید، آقای عبداللهزاده با افتخار تفنگ میذاره، تنبون کردی میکنه تنش، فکر میکنه مشکل ما با تنبون حل میشه. رضا شاه هم همین اشکال داشت، فکر میکرد مشکل ما با کلاه رضا شاهی و تنبون حل میشه. آقا زیر کلاه ببین چیه. در هر صورت درباره فرخ، چون اون روز هم گفت که من بیمارستان بودم، به علت اینکه بیمارستان هستم نمیتونم سر موقع پیام بفرستم اینا، فرخ جان اجازه بده ما این بحث رو، کیس رو، پرونده رو ببندیم بذاریم کنار، چون من 20 ساله دارم این کار رو انجام میدم. متوجه شدم وقتی هم یه چیزی رو میام با منطق، با دلیل، برهان به دوستان میگم، دوستان حتی اگه قبول میکنن باز یه دلخوری ته دلشون هست. حالا مثلا شما میگی آقای سربی من نگفتم من با دوستام، من گفتم من با برادر کوچیکم. خب من فکر کردم شما هم مثل من با برادر دوست. اوکی، شما با برادر کوچیکت چجوری جلسه و هفتیر داشتی؟ بعد شما میگید داداش من بعد از انقلاب اسلحه آورده بود خونه. آخه داداش شما اگه ارتشی بوده، همون ارتشی بوده که ما بودیم، بعد انقلاب هم ما حتی ارتش بودیم، اسلحه خونه تفنگ تو میریم تحویل، اسلحه او دار نگاه میکنه، این همه رو گذاشتن که یکیش که خالی باشه فوری میفهمه شماره 83 اینجا نیست. چجوری داداش شما میبرده اسلحه رو خونه؟ حالا بله، جاندارا اسلحهشون میبردن خونه، ساواکی ها اسلحه میبردن خونه، چون اصلا اون قرار نبود کسی بدون اسلحه داره، ولی جاندارا توی دهی بود، نمیذاشت تو جاندار خونه که 4 تا نمیدونم جنگلی بیان حمله کنن اسلحه رو ببرن، هر کسی اسلحهش میبرد خونه. اینجوری هم اتفاق فکر خوب بوده، گفتن اگه حمله هم شد اسلحه اینجا. حالا اگه برای پدر شما اون موقع یه جایی بوده، منطقه مرزی بوده و اینها، خب باز اون من قبول ندارم. شما میگی پدر من حق داشته اسلحه داشته باشه، اوکی، ولی شما یه جایی تو پیاماتون میگی چون این ارتشی ها زنای جوون داشتن بهشون اسلحه میدادن. آخه ملت، آقای سرهنگ عقیلی پور، آقای تیمسار آریان پور، شما هم همسراتون جوون بودن، به همسرتون هم اسلحه میدادن، لابد به بچه هاتون هم اسلحه میدادن، آقا بیا این تفنگو بگی برو بازی. اینجوری نبود عزیز من، اگه بوده غلط بوده، اشتباه بوده. بعد شما مثال میزنی میگه آقا همینجا پلیسا اسلحه داره. آقا پلیس با ارتشی فرق میکنه. بله، تو سوئیس هم اون سوئیس آرمی اسلحه هاشون تو خونه شون. ولی ما داریم راجع به ایران حرف میزنیم، یه دفعه شما مقایسه میکنی با آمریکا. ببین سوربی اینجا هم اسلحه داره. بله اینجا پلیس اسلحه رو میبره خونه، بچه‌ش هم تا حالا 10 بار اسلحه رو برداشته شلیک کردن به هم دیگه. و این بحث همون میشه، تخم مرغ یا مرغ، کدومش اول اومد؟ زنگ بزنید دوستان، اینم شماره براتون بذارم، پیام بذارید، شما بگید تخم مرغ اول به وجود آمد یا مرغ. بذارید من عکس و اینم از این ماجرا. و آقا شما بیا مثل آقای مرتضوی هفته 10 دقیقه، هفته ربع ساعت نظرات تو بگو. میگی من فارسی نمیتونم بنویسم ولی میتونم فارسی به اصطلاح صحبت کنم. بیا مثل ایشون، دیدید آمد گفت که من برام مشکل با اسکایپ بیام، گفتیم خب هر جور راحت تری با چیز اومد دیگه. بگو یک لحظه ببخشید، من میخوام این شماره 8 رو بذارم، حواسم اونجاست. این چه درست شد؟ حالا روشن کنیم این شماره ها هم بچرخه، شما هم ببینید. ضمناً شماره تلفن اون باید بنویسم call to listen، که شما بگید call to listen یعنی چی. بله، آنها
در آن منطقه نبودن. من اصلا نمیفهمم شما منظورت کیه، منظورت به تیراندازی اهوازه، منظورت به داداش تو، داداش بزرگترته، منظورت به براد باباته، اینا رو ول کن آقا، این بحث فایده نداره. شما بیا به من یک کلمه ساده بگو، به نظر شما تخم مرغ اول درست شد یا مرغ درست شد؟ آقا من و شما سیاست مدار نیستیم، من و شما نباید این نظرها رو بدیم. اینا رو با واگذار کنیم با آقای دادرس که توی نمیدونم سازمان اطلاعاتی بوده، واگذار کنیم با آقای دوشوکی نمیدونم فلان بوده، واگذار کنیم با آقای کیامزاد، واگذار کنیم به دکتر آبا، و الا این بیچاره آقای صبری حسنپور، من بیچاره، ما آقا بلدیم یک کار ویدیویی انجام بدیم، یک کاری که رشتمون بوده برق و اینا انجام بدیم، حالا افتادیم تو این جریان. در هر صورت صحبت از ویدیو شد، بذارید من بهتون بگم، من حدودا اینا هست ایرانی ها میگن من نپی جاه و مقام به اینجا آمدم، من از بد حادثه اینجا آمدم، که یکی نیست بهش بگه خب اولاق بلند شو برو، حادثه بد بود تو رو آورد اینجا، الان که دوتا پا داری بلند شو برو تا لعم و لوچه نشدی، فلج نشدی. بمانن همه دروغ، همه دروغ بود. من این برنامه ویدیو و عکاسی و اینها واقعا خب بچه هم که بودم دوست داشتم، حتی یادم ما یک خرگوشی رو دادیم، یه دوربین از چیز گرفتیم، عکاسی گرفتیم، یکم هم یاد گرفته بودیم اینجا وایسه اون بره پشت بون، وقتی عکس میگیره انگار تو دست تو وایساده، از این مزخرفه. ولی این ویدیو گرفتن و کار با ویدیو و ورد برای این و اون میشه گفت یه جوری تصادفی با یه دوستی آشنا شدیم، ایرانی بود، گهگاهی احتیاج به یه نفر داشت، ما میرفتیم، اجازه بدید من اینجا ساعت رو بنویسم، میرفتیم کار میکردیم و فلان اینها. بعد خب اول عکاسی اینها، هرچی هم به من گفت عکاسی، گفتم نه آقا من حوصله این، گفت خب معاونشون باش، کمکشون باش، هلپرشون باش، گفتم باشه. و این خیلی هم خوشحال شد چون به اونای دیگه میگفت بهشون بر میخورد، من گفتم برام مهم نیست. بعد شروع کرد ویدیو گرفتن از برنامه های فارغ التحصیلی، این جشن فارغ التحصیلی یه اسم خوب براش پیدا کنیم، چون گریجویشن فارغ التحصیلی نیست دوستان. درست گفت میخوام ویدیو بگیرم و به من گفت اگر مثلا من دوتا دوربین ویدیو بخرم تو این کار رو انجام میدی؟ گفتیم بله. و از اون به بعد ما شدیم ویدیوگرافر، مثل فوتوگرافر هست و کلمه ویدیوگرافی هنوز توی چیز نیست، دیکشنری، باورتون میشه؟ به همین خاطر نیستن ویدیو اند فوتوگرافی، چون اگه بنویسی ویدیوگرافی غلط میشه. بمانه ما شروع کردیم اینجا کار کردن اینا. بعد گفتیم خب حالا یه دوربین خودم دوتا دوربین رو حل میکنم، دوربین ها رو روشن میکردیم میذاشتیم، را میرفتم پشت این نگاه میکردم تو ویو فاندر، قبلا این اسکرین ها نبود که باز کنی فلان اینا، این درسته این درسته، چهار تا چی هم یاد گرفتیم، سر باید اینجا باشه، سر نباید اینجا باشه، دیدید برنامه های ایرانی اینجوریه، همشون یاد گرفتن سر باید وسط باشه. خب دوستان عزیز خیلی خوش اومدید، ما میخوایم بریم امروز ایرانو آزاد کنیم، ولی اینقدر احمق بودم تا امروز نرفتم یه ویدیو بخونم بگم آقا نگاه اخبار بکن، اقلا ببین اخبار تا کجا میشینه. این کله باید توی سوم بالا باشه، بهش میگن upper third، صفحه رو سه قسمت میکنن، این upper، این lower، این دیگه middle third هست یا یه سوم وسطی. خب اینا رو یاد گرفتیم، هی که این دید ما یاد گرفتیم و خودمونم دوربین خریدیم و فلان اینا، گفتیم خب حالا چرا این دوربین اول هفته تا آخر هفته بمونه اینجا؟ توی واشنگتن هم خیلی از این کارا بود، الانم با وجود همه اینایی که هر کسی شده دوربین چی بازم هست. یکیش اینه، شما برو روی کریگلیست بنویس من میام از عروسیتون فیلم میگیرم، 10 نفر با تماس میگیرن، یکی میگه آقا بیا مجانی، یکی میگه بیا 300 دلار، یکی میگه من 1000 دلار میدم به شرطی که ادیت کنی فلان اینها. ما شروع کردیم با دوستانمون به اونا گفتیم حاضریم این کار انجام بدیم، با اون شرکتایی که میشناختیم و اینا. دو سه تا کار که انجام دادیم، اینم مثل کار آخوندها هست، از تولد شما میتونی این کار رو انجام بدید تا مرگ، تا پس از مرگ، چون پس از مرگم مجلس یادبود میذارن. من خودم فیلمبرداری مجلس یادبود تیمسار مدنی رو انجام دادم که یه نفرم از نیویورک اومده بود، که گفتم خب آقا این آقا رو از نیویورک آوردین دیگه منو چرا آوردین؟ بذارید بنده خدا شات اصلی رو داشته باشه که اون وسط هست، من میرم کنار، اون معمولا شات اصلی اون فیلد و اینا وسط اون کنار میره. در هر صورت
شغل بدی هم نیست. اولا شما میری با مردم آشنا میشی، جشنای مختلف میبینی، پولش هم خوبه. یه روز میبینی $1000 در میاری، یه روز میبینی $900 در میاری، 4 ساعت میری یه جایی $300-400 در میاری. حالا دو سه تا از این کارهای اولیه به ما گفتن خب شما فیلم گرفتن اینها سه تا قسمت داره، مثل قسمت برنامه زنده نیست که همش پروداکشن باشه. یکیش بهش میگن پری پروداکشن، یعنی قبل از تولید. یکی میشه پروداکشن، یکی میشه پست پروداکشن. قبل از تولید، تولید بعد از تولید. شما قبل از تولید دوربین تو حاضر کن، فیلم تو بگیر، باتری چارج باشه، نورت، چراغت اگه شکسته درست کن، فلان اینها. این میشه پری پروداکشن. پروداکشن میری تو عروسی وای میسی، داماد که عروس چیه، چی میخوان بگن، چیکار کنی، میکروفون ببندیم نبندیم، فلان اینها. این میشه پروداکشن. پست پروداکشن به نظر من سخت‌ترین قسمتش، شاید برای من اینجور، به این اون قسمت ادیتینگ، به فارسی میگن تدوین، صدا گذاری، موزیک میذارن، نمیدونم کات میکنن. ما دو سه تا از این کارا رو انجام میخواستیم بدیم، گفتیم سه تاشو خودمون انجام میدیم. دیدیم ای داد بیداد، اولی خب بد نیست، روز قبل وسایل تازه میکنی، بعد میری مجلس و فیلم برداری میکنی، دومی هم مهم نیست دیگه، عادت کردیم بلدیم دوربینو کجا بگیر، چجوری بگیر و اینها. سومی گفتیم عجب کوفتیه. چرا؟ شما میای میشینی اینجا 3-4 ساعت فیلم را به قول اینها نپخته گرفتی، میای میشینی نگاه میکنی، یه نگاه میکنی میدی داشتی فیلم میگرفتی، یکی اومده رد شده، این قسمت رو کات میکنی، اینجا ور میداری میمیستی که از دقیقه 15 تا 15:30 قطع بشه. یه چیز خنددار براتون بگم، ولی حق ندارید به خندیدا. اوکی؟ من اولین باری که کار ادیتینگ انجام دادم نوشتم، بهش میگن تایملاین. باز همین هم سه تا کامپیوتر اگه داری فیلم رو میذاری رو این اینجوری و اینها، نوشتم که مثلا از دقیقه 10 تا 10:30 قطع بشه. اومدم دقیقه 10 تا 10:30 قطع کردم. خب بعد نوشتم از دقیقه 20 تا 21 هم قطع بشه. از دقیقه 20 تا 21 هم قطع کردم. اومدم دقیقه 30 تا فلان هم قطع کردم. چه اتفاقی میفته؟ اونایی که این بلا سرشون اومده میدونه. شما وقتی از اول قطع میکنی، حالا دیگه دقیقه 20 دقیقه 20 نیست، دقیقه 19 شده چون قبلا برداشتی. دقیقه 30 دقیقه 30 نیست، دقیقه 20 خورده شده. بعدن یاد میگیری در کار ادیتینگ اتفاقا باید بری از آخر قطع کنی. امروز یه چی یاد گرفتی را دیگه، این نرین بگین این سوربی همش مزخرف میگه، ما چیزی یاد نمیگیریم. شما الان از نظر کامپیوتر، از نظر فیلم برداری، من میتونم بهتون لیسانس بدم. میخوای لیسانس؟ بشین خانم لیسانسه یا بشین آقای لیسانس، $50 بفرستین، من براتون یک کاغذ لیسانس میفرستم. از مردم تیوی به شما لایسنس یا سرتیفیکیت فیلم برداری میدم یا کامپیوتر میدم. میخوای؟ نگفتم من $5000، گفتم $50. اوکی، بفرستین بیا. خب شما این داشته باشید، حمید منصور این کارها را میکند. خب ببین آقای فرخ، میدونیم حمید منصور، اتفاقا من باش کار کردم برای یونانی ها و اینها. خب این احتیاج نداره شما بنویسی عزیز من. اینه که من میگم ما نمیدونیم، هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. حمید منصور میکنه، آقای سیامک میکرد که بیچاره مرد، ساسان افسوسی میکنه، جواد میکنه، آقای کاوه میکنه. خب همه اینا رو باید بنویسیم. در هر صورت ما کار ادیتینگ رو شروع کردیم. یه کار ادیتینگش عروسی بود، عروسی رو گرفتیم، تعبیر گرفتیم، بردیم دادیم. اینه که دادیم، خب حالا به تعارف یا دیگه واقعا هم درست بهشون میدید که اینو نگاه کنید و به من بگید اگه این خوبه، بعد بگید چند تا میخوان از اون بسازم، دو تا بهشون مجانی میدی، باقیشو اون وقتا پول میگرفتیم، $20-30 اینا. مثل الان نبود که همه بتونن با کامپیوتر خودشون کپی کنن. بمانه دیدیم ای داد بیداد، عروس زنگ زد گفت آوا اینجا که عمه من نشسته بود اینجوری با هرس و ولع چی میخورد، شما اینو نباید کات کنی. گفتیم نه، خب این نشون میده این عمتون با هرس و ولع چی میخوره، اون یکی مثل آدم چی میخوره. داماد زنگ زد آقا اینجا که عموی من مست بوده داشته لط و لو میرفته، شما نباید اینو کات کنی.
گفتم من نباید اینو کات کنم، ولی اگه شما میخوای کات کنم باشه، حالا بنویسی. گفت چجوری؟ گفتم شما برنامه رو نگاه کن به من بگو از این زیرو که شروع میشه از کی تا کی میخوای قطع کنی. گفت اوکی، ما بهتون فردا تماس میگیم. فردا زنگ زدم گفتم حاضری؟ گفت نه آقا، ما ربع ساعت اولش هم نگاه نتونستیم نگاه کنیم. پس فردا زنگ زدم گفتم حاضری؟ گفت نه آقا، کار مشکلیه. گفتم حالا دیدی، من میخواستم شما اینو بفهمید. و من از اون روز تصمیم گرفتم اگر کار ادیتینگ میخوام انجام بدم فقط در دو صورت، یکی این که برم تو استودیوی طرف کارتمو بزنم ساعت نشستم انجام بدم، یکی این که اینجا باشه براش روشن کنم بگم یا علی مدد. عین میگفتن چی دل زلیخا میذاری اینجا، میگی که بفرما این فریم، این فریم شما به من بگو از کجا تا کجاش کات کنم، بعد چجوری بچسبونم به هم، فید بشه یه ترانزمیشنی اون وسطش بیاد، اینا چی میشه. حالا دوستانی که میان در برنامه تلویزیونی، ما اولین چیزی که پیشنهاد میکنیم آقا خانم برنامه خودتو داشته باش، مستقل باش، این فیلم رو بتونی به همه جا بدی، اصلا این فیلم رو بتونی برای خودت نگه داری. میگن نه آقا ما میخوایم تو برنامه شما باشه. با برنامه ما که میذارن، بعد میگن آقا میتونی اون قسمتی که من هستم جدا کنی؟ جدا میکن. خب اشکال پیش میاد. آقا این که یه دفعه شروع شد، خب چه کار کنم؟ من برنامه که تموم شد به دوستان بگم دوستان فعلا دو سه دقیقه همینجوری بشینیم نگاه کنیم به هم دیگه. اینه که شده یک کار ادیتینگی که من دوست ندارم اومده تو کار من اضافه شد. برنامه آقای مینویی رو بعد باید بیام شماره تلفن بذارم، برنامه‌ای که تو تلویزیون دیگه اجرا میکنه. خب من نمیدونم چرا به اون تلویزیونی که میگه نمیدونم سکینه خانم، اعظم خانم، آقا خسرو این ویدیو رو بذار، چرا به اونا نمیگه تلفن رو بذاره براتون که قشنگ بنویسه. شما میتوانید در حین برنامه هم با مجری یا با گوینده هرچی تماس بگیرید. اینه که من کار ادیتینگ رو سعی میکنم انجام ندم و راحت ترین کار در این تلویزیون اینه، یا برنامه و ویدیوی رو خودتون تهیه کنید برای من ارسال کنید، من پخش میکنم، هم هزینهش کم میشه، هم من مجبور نیستم اینجا باشم، یعنی فرخسته نمیشه، خدا هم ناراضی، همه خوشا. یا اینکه اگه شما اصرار دارین که برنامه‌تون زنده باشه، من اینجا فقط وصل کنم، وصل میکنم، شما منو نمیبینی، اصلا دوربین من روشن نیست، میکروفون من روشن نیست، اینجا شما نمیدونی ما چند تا میکروفون داریم، میکروفون 3 مال منه، میکروفون 7 مال مهمونه، میکروفون 2 مال تلفنه فلان. اون میکروفون خاموش میکنم، همینجوری که آقای شبستری به من گفت هی آقا میکروفونت خاموشه برنامه یوتیوب، گفتم اوپس روشنش کردم. شما اگه خواستی برنامه زنده داشته باشی به اون صورت برنامه زنده میذاری. شما برنامه آقای اجلالی رو نگاه کنی اولش با من بود، برنامه آقای شبستری رو نگاه کنی اولش با من بود، برنامه آقای کاووسی رو نگاه کنی اولش با من بود، ولی بعد من هستم اینجا ولی هرگز حضور حاضر غائب شنیده‌ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، من تو برنامه شما نیستم، اسم من نیست، صدای من نیست، اسمی از تلویزیون مردم نیست، برنامه شما پخش میشه، آدرس شما، صفحه فیسبوکتون، ایمیلتون، تلفن. و به دوستان پیشنهاد میکنم، اینو چند سال پیش به این آقای دکتر محیطم گفتم، گفت من نمیخوام تلفنمو بدم، گفتم آقا جون یه تلفن گوگل برات میگیرم مجانی، ولی تلفن وقتی با ایمیل میاد گوش کن تو برنامه جواب بده. یه کمی به اصطلاح باید دوستان کارهای خودشون خودشون انجام بدن. یه جوکیه، حالا یه وقتی اگه فرصت شد دوباره و سه باره و ده باره براتون میگم، ماجرای شیر و خر و قاضی جنگله. میگن الان بگم؟ نه میذارم دوشنبه براتون میگم، امروز دوشنبه است، میذارم جمعه براتون بگم، جمعه بشه جمعه بازار و شوخی بازار، ماجرای خر و شیر و قاضی جنگل. اوکی، اینم برای این. برای به یکی از دوستان گفته بودم من امروز کمی درباره ادیتینگ و اینا صحبت میکنم، امیدوارم اینجوری باشه. بله آقا، اون سیامکی که من میشناسم
مرد آقا سیامکی که فکر کنم توی مریلند هم بود خیلی وقت. آقا فرخ، بله، حمید منصور یک کسیه که از ایران تو کار فیلم برداری و عکاسی و اینها بوده، تو کار رادیو تلویزیون بوده، اصلا حالا شانسش بعد خورده به اون، ولی سیامک نمیدونم تو این کار بوده یا نه، من نمیشناسمش، از طریق دوست مشترک باش آشنا شدم. بعدم سیامک یکی از اونایی بود که گفت من وقتی آمدم میخوام همه اینایی که تو این منطقه کار میکنن بیان برای من کار کنن. گفتیم آقا صبر کن، شما از راه رسیدی، بذار عرقت خوش بشه، بعدن اینجوری چی میگن انحصاری کار کردن، یعنی همه چیزا منحصر به من، همه شما باید بشین نوکر من. الان گوگل این کارو میکنه. گوگل دیشب توی 60 مینیت برید نگاه کنید، یک سازمان مخوفی درست شده که دیگه میگن نمیشه کنترلش کنی. طرف میگفت من اگر امروز بخوام بیام یه چیزی مثل یلپ شروع کنم دیگه امکان نداره، چون گوگل منو خفه میکنه. میگه گوگل مخالفین خودشون میفرسته صفحه 1000. حالا کدوم یک از شما وقتی رفتید جستجو کردید حتی به صفحه 4 مراجعه کردید؟ وقتی میزنید مثلا بزنید براتون خودتون بزنید بنویسید مردم تیوی ببینید چی میاد. اول اگه یک کسی تو انگلستان تبلیغ کرده باشه، چون الان مردم تیوی 2-3 شده، اگه تبلیغ کرده باشه اول تبلیغ اونو نشون میده، در صورت که شما اینجا هستی یا نشستی مثلا تو ویرجینیا میخوای مردم تیوی ویرجینیا رو پیدا کنی، اول اونو بهت نشون میده، دوم اونی که تعداد ویدیوهاش مثلا بیشتره. اتفاقا به این دوستمون گفتم یکی از اشکالای ما این یه ویدیو میسازیم با یه برنامه بعد تیک تیکش میکنیم، دوستانی که میان آرشیو میبینن 100 تا ویدیو اینجا، بعد وقتی نگاه میکنن میبینن این قسمتی از اینه قسمتی از اونه، فکر میکنن ما داریم بهشون کلک میزنیم. یادتونه اولا وقتی ویدیو میذاشتیم روی یوتیوب اجازه نمیداد بیش از 10 دقیقه، ولی اون موقع ما میمدیم یه ویدیو یه ساعته رو میکردیم 6 تا 10 دقیقه، مینوشتیم قسمت 1، قسمت 2، قسمت 3، قسمت 4، قسمت 5، قسمت 6، بیننده هم کانفیوز و گیج نمیشد. ولی ما الان داریم به دست خودمون بیننده رو گیج و کانفیوز میکنیم و به دست خودمون ویدیوها رو داریم مثل لشکر شکست خورده، مثل کمپوزیسیون تیکه تیکه میکنیم. یه ویدیویی که ممکنه 700 نفر، 800 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر ببینن، 30 تا اینجا، 20 تا اینجا، 12 تا اصلا یه جایی که خبر نداریم، اینجوری میشه. یه چیز دیگه دوستانی که ما گفتیم آقا اگه کسی خواست ما آگهی شما رو روی فیسبوک میذاریم، $10 میگیریم برای این 9000 نفری که هستن، ویدیوی شما، نوشته شما، عکس شما، فراخوان شما رو میذاریم. همین امروز آقای شبستری یه چیز فرستاده بود، اگه یادم باشه نشون بدم، از ایشون پول نمیگیرم چون بنده خدا هر وقت به اصطلاح برنامه هست به من لطف میکنه. همون دفعه که من رفتم گفتن نه شما مهمونی، گفتم نه آقا من با این $20 و $10 نه شاه میشم نه فقیر، ولی برای سازمان شما، سازمان نوپای شما، این $10، این $20، این $40، اینا آجرایی هست که اینجا رو میسازه و محکم نگه میده. خب ما اینو گفتیم. حالا بعضی از دوستان وقتی میگن مثلا فیسبوک، میگن فیلم ما رو بذار اونجا. وقتی من میذارم باید پول بدم از کردیت کارت رایت اوی. بعد با این دوستان یه حسابی یادم باشه چند گفتن، $20، $50، $10، $30، بعد اونا هم 1000 گرفتاری دارن. یعنی ما کارای ساده آمریکا رو هم به یک نحوی مشکلش میکنیم. بعد چون برای یه دوستی نشته بودم من راحت ترم که این کار انجام بدم که برنامه که تموم شد ویدیو رو برای شما ارسال کنم، ایشون نوشته بود ما خدا نکرده به این فکر آزار شما و زحمت نیستیم. خدا ناراحت نباش، من نمیذارم شما آزارم بدی یا زحمت بدی. من تازه قبل از اینکه یک کمی بخواد به هم فشار بیاد شروع میکنم نقنق و خبر میدم. در صورت اینم از این یادم افتاد که ویدیوی کانون آوا رو برای این دوستان بفرستم. ما قبلا با برنامه‌های دراپ باکس و
فایل تو سند و اینا کار میکردیم. اینا متاسفانه یا خوشبختانه بعضی هاشون میان تا یک پک پولی گیریشون میاد، یکی میاد ازشون میخره، اونی که میخره بعدا میاد قانونشو عوض میکنه یا توی این منطقه، یا میخرن میکشنش به قول معروف، دیگه نمیذاره ما استفاده کنیم. حالا با یه پروگرامی به نام وی ترانسفر که این تا 2 گیگابایت، یعنی برنامه 2 ساعتی من 1000 مگابایت، 1 گیگابایت هم نمیشه، ولی این تا 2 گیگابایت یعنی 2 ساعت برنامه با کیفیت بالای 4000 درست کن برات میفرسه بدون پول. حالا کی پولی میشه من نمیدونم، همین الان که دارم با شما صحبت میکنم و اینقدر طول میکشه، اجازه بدین. یک کلیک میکنی میگی من قبول دارم، هیچ کم این من قبول دارم ما رو نمیخونه ببینه چیه، شاید بعضی هاش نوشته باشه من قبول دارم که بعد از این شما مثلا $100 از من کم کنی. ما که پولی اینجا نداریم، ولی ابدا پیست ببینید. الان آدرس دوستان در کانون آوا رو گذاشتم، ببینید چند ثانیه واقعا طول میکشه که ما این چیزها رو بفرستیم. حالا ایمیل خودم هم مینویسم usa.sorby@gmail.com، بعد اینجا مینویسم تقدیم به شما و دوستان. حالا نگاه کن اینو ما میفرسیم بره، تمام شد. 600-700 مگابایت از اینجا رفت که اون وقتا ما باید اینو میذاشتیم روی سی دی، اگه 700 مگابایت بود باید میذاشتیم روی دی وی دی. دونه $3 بود، اولی که من دی وی دی خریدم دونه $10 بود، 3 تاشو میخریدیم $30، الان 500 تاشو بهت میده $15. تازه این روزا فکر کنم بری مجانی بهت میدن که از خونهشون ببری بیرون، چون دیگه اگه تیپ نشون کسی بده میگه این چیه، اگه سی دی نشون کسی بده میگه این چیه. گفتم بهتون من جیب خریدم اصلا نه سی دی پلیر داره نه چیزی، 2 تا سوراخ گذاشته، میگه تلفن تو وصل کن بهش یا تلفن تو با بلوتوت. حالا اونم یه سیستم دیگه. بله من سیامک را از ایران میشناسم، او با خواهرم در دانشگاه تهران همکلاس بود و تئاتر رو در خدا رحمتش کنه، تا اونجایی که من میدونم اگه همون سیامک توپل خودمون باشه فوت شد، خیلی وقتم فوت شده و تعجب میکنم اگه شما میشناسین چرا شما خبر نداشتید. البته میدونید برنامه عروسی و اینها رو شما میتونی به اون که عروسی کرد یقش رو بگیری بگی بی معرفت من دوستت بودم ما رو دعوت نکردی، یا به خانوادهش بگی ما فامیلتون بودیم ما رو دعوت نکردی. ولی کسی که میمیره، اونی که میمیره که بنده خدا دیگه نمیتونه کسی رو دعوت کنه. فامیلاش و دوستان و اینها هم رسم بر این هست که میگن خبر بد ما منتقل نکنیم، و همین خاطر بود عروسی کارت دعوت میفرستادن، ولی مردن یک اعلامیه چاپ میکردن میزدن در خونه که سوربی امروز مرد از بس شما حمایت نکردی. بعد اونی که میدید به اون میگو، فرخ از اینجا رد میشد به داور زنگ میزد میگفت داور سوربی مرد، اگه میخوای خوشحال باش. این هم از این. خب 89%، 90% به این سرعت این فایل رو از این بره آبها داره ور میداره میبره اون بره آبها آلمان به 96%، یعنی اینقدر دیگه اینا سرعت زیاد شده، بهش میگیم به سرعت باد و برق، چون اون موقع ما سریع ترین چیزی که میدیدیم یعنی باد و برق بوده. حالا چه چیزای سریع تر از اینا هست شما بهتر از من میدانید. روحانی مقاله واشنگتن پست اینجا نوشتم که بخونم. و اما دیروز من یه فیلم ایرانی دیدم به نام لاتاری، دیدن این فیلم رو به شما پیشنهاد میکنم، ولی گویا دوتا فیلم به این اسم هست. اون لاتاری که دوتا دختر پسر جوان، یا بذارید من اینجا اگه باشه بهتون نشون بدم، این اگه کسی هم 50-60 دلار بده ما اینو برای مردم چند روز نشون بدیم ببینم میتونم اینجا پیدا کنم. لاتاری پرژن مووی، حالا میگم ماجراش چیه. لاتاری پرژن مووی، آخه ماتاری هم اونا یه جور دیگه می نیسن، اینجا مثل لاتری می باید نیسی. اینه فیلم کامل لاتاری، عکسش بهتون نشون بدم، صدای این بستم. اوکی
این اسکیپ، اینم این، بله عکس اون آقا هم بیاد یه جایی که با هم هستن. تقریبا بله این شد. بذارید بهتون نشون بدم این دختر پسر جوان تو ایران. خب دوستانی که منتظر بودید قبل از اینکه خدای نکرده فوت کنید من یه چیز خوب از ترامپ بگم، بیان جلوتر گوشاتونو باز کنید که میخوام یه چیز خوب از ترامپ بگم. این عکس رو که میبینید و این فیلم رو اگر رفتید دیدید اون وقت میفهمید که ترامپ اگه یه کار خوب انجام داده باشه اون لغو قرعه کشی لاتاری برای گرین کارت، که من قبلی هم که اوباما بود و اینها گفتن این کار کار بیخودی، وقتی که یه هندی یه کارمندی شما احتیاج داری بیاد اینجا، هندی هم نباشه ایرانی، برای کاری که میخوای انجام بدی باهاش صحبت میکنی اون حاضره بیاد، شما بهش جا میدید و اینا اونو نمیذارن شما بیاری، ولی یه نفر نشسته اسم نوشته یه دفعه شما براش میفرسی حسن علی بلند شو بیا گاوت زایید لاتاریت برنده شو. همون موقع زنه و دو سه تا فیلم اینجوری هم داشتیم، جدایی سیمین از بیمین بود، نمیدونم مسعود از فرهاد بود، کی بود، اینا همش سر این ماجرای لاتاری و یکیش میخواست بیاد آمریکا یکیش نمیخواست بیاد آمریکا و اون حالا دو سه تا فیلم بوده. ما هر کدوممون حداقل تو مهمونی ها 10 نفر رو میتونیم اسم ببریم که آقا اینا آمدن ولی زندگی ایرانشون رو فنا کردن، اینجا هم از هم جدا شدن، یا یکیش موند یکیش برگشت. و ترامپ یه بار دیگه میگم اگه یه کار درست انجام داده باشه این از بین بردن لاتاری برای ایمیگریشن و برای گرین کارت. کار دومش اگه درست انجام بده اون چیزی رو که این به اشتباه میگه ایمیگریشن به اصطلاح چین ایمیگریشن یا زنجیر مهاجرت، اون رو محدود کنه که آقا بچه اگه اومد اینجا بتونه باباشو بیاره مامانشو بیاره، ننه و بابا اومدن بتونن بچه ها رو بیاره، نه این خواهرش بیاره خواهرش شوهرش بیاره شوهرش زن دومش بیاره زن دومش شوهر سومش بیاره. اینجوری نباشه که البته میبینیم خود پدر سوختش از این استفاده کرد و زنش چند مدت پیش پدر مادرش سیتیزن شده. حالا دوستان میگن آقا تو یه روزم که خواستی از ترامپ خوب بگی نتونستی، از بس بدیای این زیاد نمیشه. ولی بازم میگم یه کار خوبی که انجام داد خیال مردم ایران راحت کرد. حالا مردم دیگه من فضول اونا نیست، آقا نشسته تو ایران دنبال کار دائم نمیگرده، منتظر گرین کارت آمریکاش درست بشه بیاد. همه برنامه آیندهشو گذاشته رو چیزی که نمیشه بگی 50% شانس داره. دوستانی که ریاضیشون بهتر از منه بگن شما وقتی در قرعه کشی گرین کارت شرکت میکنید با اون سهمیه ایران با اون تعداد اینا واقعا هر یه نفری چند درصد شانس داره، چون همه اینا فرمول ریاضیه. شما امروز بلیت لاتاری میخری اگر جایزش 5 میلیون باشه درصد شانس برنده شدن بیشتره تا روزی که شده 200 میلیون، ولی برعکس ملت موقعی که 200 میلیونه میرن میخرن، موقعی که 5 میلیونه نمیرن بخرن. اینا دیگه چه احمقایی هستن، فکر میکنن 5 میلیون براشون کافی نیست. حالا بهش بگو 5 تومن 5 دلار داری، میگه نه ندارم باید قصه چی من بدم کردیت کارت و اینها. بله اینم از دوستان عزیز ساعت 3:40 است. من میخواستم برنامه امروز رو 90 دقیقه با شما باشم و 15 دقیقه با آقای جلیل مرتضوی. اگر دوست دارید برنامه های آقای جلیل مرتضوی رو به اصطلاح ادامه بدیم یا با خود ایشون تماس بگیرید یا با من تماس بگیرید حمایت کنید. لازم نیست حالا شما ساعتی 100 دلار و 200 دلاری که از دوستان میگیریم بدید، میتونیم باهاتون کار کنیم بگیم خب حالا شما اومدی 70% من میدم 30% شما بده حمایت کنید، چون اگر حمایت نکنید با خود ایشون هم صحبت میکنم اگه ایشون هم نتونه اسپانسر تهیه کنه من حقیقتش نمیتونم بیام اینجا بشینم پول نسازم و دیگران رو سپورت کنم.
حالا اگه به مرتضوی بگم میگه از روزی که من گفتم دی تریدر هستم، دی تریدر یعنی کسایی که میشینن پشت کامپیوتر به جایی که برن دم بازار خرید و فروش کنن، اینجا میشینن نمیدونم 400 بشکه نفت، نمیدونم اینقدر کیلو ذرت، اینا رو میخرن یا استاک کوکاکولا، شبم میفروشن یا شب میخرن فردا صبح میفروشن. این روزا که میگن اینا 24 ساعته، چون دیگه مثل واشنگتن نمیدونم نیست که وال استریت بیاد ببنده شب ساعت 5 چکشو بزنن برن، تازه اینجا میبنده ژاپن بازه 12 ساعت اینا. در صورت اگر شماها میتونید زندگیتون رو بگذرونید، میتونید احتمالاً برنامه های خودتون رو هم سپورت کنید همونجوری که من این کارو میکنم. حالا شما اگه نمیخواید هفته 3 بار برنامه داشته باشید، شما تصمیم بگیرید هفته چند بار برنامه زنده یا از پیش ضبط شده. و به نظر من آقای مرتضوی اون سیستمی رو که داشت باید راه بندازه. اتفاقا به شوخی گفت که دیگه اون سیستم رو به آقای حقگو پس نمیده. ناراحت نباش آقای حقگو، چون بیزنسمن و مرد زرنگی هست، اگر سیستم رو شما با ماشینم سوار بشید ببری بذاری، فکر کنم کانادا زندگی میکنه، بذاری در خونهش، زنگ میزنه به پلیس میگه آقا این اومده آشغال گذاشته در خونه من. بعضی وقتا چیزی که برای من و شما کار میکنه برای همسایه‌مون آشغاله. ولی از اون برم هست، میگن بعضی وقتا ترش شما، آشغال شما گنج برای دیگران. اینم از خب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به یورونیوز گفت آمادگی تنش زدایی با آمریکا را داریم. همون چیزی که آقای مرتضوی گفت، این که هی بشینیم اینجا قدبازی در بیاریم که نه من نمیرم صحبت کنم، اینا با ما این کار کردن زمان مصدق، اون کار کردن زمان نمیدونم انقلاب، این کار کردن 40 سال دیگه هم بگذره و از این بدتر میشه، باید یه روزی دست از کمر برداشت، نشست پشت میز، به جای توپ و تانک و مسلسل با صحبت با منطق با هم صحبت کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، قیافش هم ماشاءالله مثل این دعوا میکردن تو فیلم های فارسی، قیافش مثل اوناست. بذارید بهتون نشون بدم، الان هم تو فیلم های ایرانی این افراد اینجوری داریم. اینه خبری که من دارم برای شما میخونم. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به یورونیوز گفت که هیچ تابویی در مذاکرات ایران و آمریکا وجود ندارد، ایرانیان در برجام تابو شکنی کردند و اگر مذاکره و تنش زدایی، آقا بزرگترین تابوتون آقای خامنه ای نشسته اونجا میگه اینا اشتباه کردن، من اون موقع بهشون گفتم به حرف من گوش ندادن. این سیستم ایران مثل کشتی هست که دو تا ناخدا داره، مثل هواپیمایی هست که دو تا کاپیتان داره. بله تمام هواپیمایی که من و شما سوار میشیم دو تا کاپیتان داره، ولی یکیش درجهش بالاتره یکیش پایینتره. سیستم ایران اون که میشه رئیس جمهور به اون بالایی میگه ای ببین به من 80 میلیون 40 میلیون 30 میلیون 10 میلیون رای دادن، تو را یه مشکی مجلس خمرگان آوردن. اونم میگه هی من رابطه خدا هستم، این نشستم این بالا، خدا اول میزنه تو سر من به تو میگم. دوتاشون قدرت سر جنگ قدرت هنوز به توافق نرسیدن کی بالاتره کی پایینتره. یکی از اشکالات ارتش ایران میگن همین بوده، انقدر ارتش بود و اینا داشتیم اینا از هم دستور نمیگرفتن، هر کسی کار خودشو انجام میداده، باید یکی بالاتر باشه، یکی پایینتر، یکی پایینتر، یکی پایینتر. اینه که اینجا تو قسمت فایننس داریم CFO، تو قسمت آپریشن داریم CEO، تو قسمت منیجمنت داریم اون، و باید از اینا یاد بگیریم. در رابطه با ادیتینگ و مدیتینگ و اینها، آقا من پری پروداکشن بلدم، من پروداکشن بلدم، پست پروداکشن رو میدونم بلدم، ترجیح میدم انجام ندم. یعنی نمیدونم، میدونی این دیگه غروره که میگم میدونم، نمیخوام انجام بدم. دوستان به اسلام میگن نه آقا انجام بده میتونی، آقا شما 16 هستی میتونی شاه باشی، بیا شاه باشو. میگه آقا من نمیتونم. مردک شما از یه شرکتی داشته باشی به من نمیدی رئیسش بشم، اون وقت به من میگی بیا برو شاه ایران بشو. این آقای دکتر رنجبر، کاظم رنجبر، خیلی قشنگ توضیح میده، میگه خونه 200 متریتون رو حاضرید بدید این بسازه؟
اگه نمیدید چجوری میخواین ایران 168 هزار کیلومتر مربع رو بدید دست این؟ خب گزارش اختصاصی یورونیوز از بغض شکست والیبال ایران در هواداران قسم خورده. اینجا هم شما دیدید بازی ها وقتی تموم میشه اصلا یه عده گریه میکنن، یه من اصلا خندم میگیره که یه کسی اینقدر خودش رو داده به تیم فوتبال و داده به تیم بسکتبال و داده به تیم بیسبال و ولی اینم تبلیغاتی که اینا ازش دارن سالیانه روزانه هفتگی پول میسازن. اجازه بدید من یه کمی دیگه به اصطلاح دوستان فرخ میگه اگر از اینجور آشغالا دارید من احتیاج دارم بیام ازتون بگیرم. من یه دفعه گفتم اگه کسی دوربینای قدیمی رو داره برای من بفرستن، اتفاقا دوستان ایرانی فرستادن و باور کن من بردم ریختم این 66 سطل آشغال اینجا ریسایکل. حالا شما چی میخوای بنویس تا ما بگیم. ما حتی یه دفعه گفتیم لپتاپ و اینا میخوایم، بهتون گفتم سعید از کالیفرنیا برای ما لپتاپ فرستاد، لپتاپ آیپد آی مک که من دیدم این باش نمیتونم کار کنم، به اصطلاح دادمش یه معمولی گرفتم، خیلی هم خوب هستن. فقط شما باید بگی آقا فرخ این که آقا در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست بی خوده، اگه بچه گریه نکنه مادرش یادش میره بهش شیر میده، بده تا نگریت تف کی نوشد لبن. ببین چجوری من از اول برنامه تا آخر برنامه گریه میکنم که حمایت کنی. معمولا بعد از برنامه که میرم میبینم $50 $60 دادن، خوشحال میشم، منم باهاش یه ویدیو میخرم یه وسیله میخرم و الی آخر. اون روز اومدم اینجا این کیبلای مال تلفن نگاه کردم، یا همین چیزی که با $20 بدی یه USB رو بکنه 4 تا. و انقدر از این آشغالات داریم که باید برم زنگ بزنم به اینایی که میان 1-800-GOT-JUNK، یعنی زنگ میزنی بهشون میگی من آشغال دارم، اونم که میاد از یه پولی میگیره که آشغالا رو ببره. اجازه بدید ما همینجا یا یکی دو تای دیگه نشون بدم، میخوام یکم وقت داشته باشم آرشیو درست کنم بعد آماده بشم برای برنامه آقای مینویی. آقای مینویی ساعت 5 بعد از ظهر با ما هستن و ایشون گفتن که هفته قبل صحبتی که کردن درباره رضا پهلوی تموم نشده. اگر سوالی دارید از آقای مینویی در حین برنامه شماره تلفنشون نوشته میشه که هست 281-835-3063، میتونید تماس بگیرید. اگه ایشون جوابم نداد میتونید پیام بذارید و در برنامه آینده چه اینجا چه تلویزیون های دیگه، ایشون خیلی فعاله تو تلویزیون های دیگه تو مجله های دیگه هم می نویسه هم برنامه داره اونجا صحبت میکنه. از اینکه با ما بودید ممنون متشکرم، ولی دو سه تا دیگه از این نوشته ها و اینها رو براتون بخونم. این بود. و اما تاریخچه ای از گروه تروریستی تحت نام جنبش الاهوازیه که هرم با هر جیمی می نویسن که مسئولیت حمله تروریستی اهواز را بر عهده گرفت. این نوشته رو آقای ما یه دفعه تعریف کردیم از وبسایت اینها، دوباره متاسفانه خراب شد. No to terrorism cult. بله خیلی جای تأسف داره که یه دوستی این همه مدت این برنامه رو داره و همیشه ما هر وقت میام از سایتشون دیدن میکنیم میگیم دوست عزیز این وبسایت شما اشکال داره که وقتی یه نفر میاد اینو نشون میده و هیچی دیگه نشون نمیده، طرف فکر میکنه this is broken link، میره سراغ کارش. ولی ما اگه بیایم اینجا اینو بگیریم هی ببریم پایین تازه اون پایین در چاه عمیق پیدا میشه. تاریخچه‌ای این رو بله از گروه تروریستی تحت نام جنبش الاهوازیه که مسئولیت تروریستی اهواز را بر عهده گرفت. جهت آشنا شدن با تاریخچه این گروه تروریستی دستساز عراق و کشورهای عرب منطقه لازم است که نظر مختصری به تاریخچه خوزستان عزیز بیندازیم. در دوره قبل از حکومت رضاخان، اینم باز یکی دیگه از مشکلات ما ایرانیان که وقتی میخوان یه چیزی بگن
به شما اینو نمیگه که اگه شما برات اینترستد بود، اگه برات جالب بود برید دوبلاش بخونی. بهت میگه حالا که گیرت انداختم وایسا، من میخوام برات روزه امام حسین رو بگم تا برسه به شیعه و برسه به خمینی و برسه به عربستان سعودی. آقا امروز از اینا بگو، اون کسی که جالبه براش میره پیدا میکنه، ویکی‌پدیا هست، خود شما اون پایین بنویسید read more و میره پیدا میکنه. کارمون خیلی خرابه. دوستان عزیز، فرخ سپرار لپتاپ و دوربین و از این جورا، اگر کسی چیزی داره توی این منطقه است یا جای دیگه است ولی حاضره پست کنه به ویرجینیا، آقای فرخان اینو میخواد. به نظر من شما تو صفحه خودت هم اینو بگو، تو صفحه کرگلیست برو تو قسمت فری آیتم نگاه کن. بعضی وقتا دوستان یعنی ایرانی هم نیستن لزوما، چیزای مجانی میذارن میتونی بگیری و الی آخر. و از طرفی بعضی چیزا انقدر ارزون شده که دیگه احتیاج نیست آدم از کسی بگیره، چون اونی که از کسی میگیره احتمالاً کهنه شده که به شما میده، احتمال 90% یه چیزیش کار نمیکنه که به شما میده. همین ماجرا رو براتون گفتم، وقتی آقای سعید برای ما 105 دلار فرستاد، ما رفتیم یک لپتاپ شیک خریدیم که بهمون گفته بودن 250 دلار، 150 دلار. یعنی اصلا دیگه خندت میگیره که تو بخوای بری سراغ چیزای کهنه. ولی بعضی وقتا بهتره که آدم اگر چیزی هست و میتونه از اون استفاده کنه از اون استفاده کنه. بیا من یه دوربین 6000 دلاری کنان GL2 رو بهت میدم 200 دلار، قشنگم کار میکنه، همه کاری هم همینه که الان داره نشون میده، چون دو تا دوربین دیگه دارم که میخوام اونا رو استفاده کنم. اینم از این ماجرا. خب قرار شد اوضاع منطقه رو براتون بخونیم که نوشته هر روز خرابتر میشه، همه چیز در حال ریختن است. این پیش بینی ها 40 سال پیش رو کارشناسا هم انجام داده بودن. یه فیلمیه در رابطه با دبی که اینو من قبلا هم دیده بودم که میگه دبی اون آقای حاج محمد، شیخ محمد، هر کی بود به خوبی پیش رفت تا اینکه یه دفعه این بابل یا این چی بهش میگیم به ایرانی، به بابل چی میگیم، بله، حباب ترکید و همه اینا ریخت و این فیلم گویای اون هست. اجازه بدین من با سرعت سریعترم بهتون نشون بدم. اینجا بهش میگی که اوکی رفتش اب نداره، هرچی بود یه فیلمیه درباره دبی، ولی به نظر میرسه دبی ها به موقع جلوش گرفتن بماند از اینکه افرادی مثل تلویزیون‌های ایرانی و آمریکایی خونه خریده بودن، چی خریده بودن، گذاشتن ماشیناشون، گذاشتن تو فرودگاه فرار کردن، چون اونجا بابت بدهکاری شما رو زندان میندازن، اینجا بابت بدهکاری شما رو زندان نمیذارن. به من نگید آقا نمیدونم چی مدور رو انداختن زندان، این بابت شارلاتانیزم زندان انداختن. امیدوارم ترامپ و بچه هاشم به زودی برن زندان. دوستان دیگه باید برن. اینم از این ماجرا. و بله، کیف در عزاداری تاسوعا، اینجوری که نوشته بود دوستان، من فکر کردم کیفه، بعد ببینید حالا من ببینم همونه یا نه. یکی دیگه برای من یه چیزی فرستاده بود، وقتی من اینو نگاه کردم دیدم یه نفر که به نظر میرسه یه کمی چیز هست پشت این صفحه عزادارا و اینها به حالت آها اینو داره میگه. اوکی اینا آمدن، ببینید شما دوستان اینو سرسری ازش نگذرید. این اومده میگه دختری هم که الان کوچولوه بذار ما اینا رو بیاریم فعلا تو این دسته های فلان که داداشش هم همراهش باشه، باباش هم همراهش باشه، فردا این خانم که بزرگ شد اون وقت با چادر و با روسری و اینها میاد زنجیر میزنه، سینی میزنه. این دوستمون نوشته عزاداری جنجالی دهه 90 ها. حتما ببینید شما به من بگید این دهه 90 ها یعنی چیز، یعنی 1990 به بزرگ مثلا دنیا آمدن یا 1397 به این دهه شما میگین دهه. اگه 1397 این میشه 90 های ایران که اینا سنشون از این بیشتره. حالا ببینیم با هم این هم صداش. خب حالا من نمیدونم
این مال ایرانه یا مال کشورهای فلسطین و ملسطین اینا هست، اینا صدا گذاشتن روش، چون اینم یکی از مشکلات این روزاست که ما واگذار میکنیم به خودتون. آمریکایی‌ها میگن من میگم، اونم میگه، you be the judge، یعنی شما قضاوت کن. باز آمریکایی‌ها میگن که هر داستانی، اون وقتا میگفتن دو طرف داره، یه طرف من یه طرف اون، حالا میگن سه طرف داره، یه طرف داستان منه، یه طرف داستان اونه، یه طرف داستان واقعی. برنامه های آقای شبستری رو پیدا کنید، ایشون در این مورد بیشتر صحبت کرده. روز و روزگار بر شما خوش، از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، تلویزیون مردم رو حمایت کنید و ما از طریق مردم تیوی، از طریق یوتیوب، از طریق کارتولیسن، از طریق فیسبوک، همه اینها میتونیم برنامه های زنده، میتونیم از مراسم شما مستقیما برنامه گزارش کنیم به همه جای دنیا. اگر خالتون نمیخواین بیاد تو عروسی، بگو خاله جون زحمت نکش، من پول میدم شما همون خونه بشین، سوربی هم برات پخش میکنه، اونجا عروسی منو تماشا کن. اینم تریکای این روزا. مرسی که با ما بودید، یا مرسی که با من بودید تا این من و تو ما شد.